بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر پیش رو داشته باشید، برنامه سربی با مردم رو از واشنگتن به شما تقدیم میکنیم. روز چهارشنبه 8 خرداد 1398 برابر با 29 می ماه 2019 میلادی. امروز ساعت 3 با آقای دکتر شهرام ایران بومی خواهیم بود تا درباره روز پدر صحبت کنند و خانواده های بی پدر که تعدادشون هم در آمریکا کم نبوده، این روزها در دنیا کم نیست. ما هنوز داریم این کراواتایی رو که این دوستان برای ما فرستادن استفاده میکنیم و ممنون و متشکریم از آنها. بگید به ما که امروز آیا صدا بهتر از روزهای قبل هست در فیسبوک، چون یه میکروفون جدید گذاشتیم. این میکروفون رو گفتن که واقعا برای فیسبوک خوبه. حالا ببینیم این چه می کند و چه خواهد شد. اجازه بدیم من این اینوایت رو برای دوستان بفرستم. اگر کسی برنامه ای رو می شناسه که همه دوستان اینترنتی رو، ببخشید، فیسبوکی رو با یک کلیک یا با یک فشار با یک دکمه دعوت می کنه، لطف کنید برای من بنویسید. میگه که سلام، خیلی خوشم اومد که ترامپ در ژاپن آب پاکی رو روی دست هوادارانش ریخت. صدا و سیما عالی است، خیلی ممنون. و بله، این ترامپ، خب دیگه اونایی که کاسب نیستن وقتی میان سیاست مدار میشن نونو به نرخ روز میخورن. این که کاسب بوده، کاسب چی میگن، پدر سوخته و کلاشی هم بوده، بعد همونجا هم خراب کرد. البته اونجا به اونا میدونید که وقتی نورد کوریا یا کره شمالی این دیوونه بازی ها رو در میاره و دنیا رو تهدید میکنه، کشورهایی که در خطر هستن چین نه کره جنوبی و ژاپن هستن. و این مردک شالاتان احمق وقتی رفته اونجا گفته که نه، این کاری انجام نداده. ضمن این که جان بولتون اگه یه بار تو زندگیش یه حرف درست زده باشه، اینه که میگه این آزمایش‌های موشکی که این دیوانه رهبر کره شمالی انجام داده مغایر و برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملله. ولی اون شارلاتان میگه نه، این بابا این دوست داره بهش توجه کنن و اینجوری توجه من و شما رو چیز میکنه. ولی جالب بود، اولا به اون آقای آبه گفته که شما برو ایران، شاید یه حرفی بتونی بزنی و اینها. این از این. از اون ور به قول این آقای اکبری آب پاکی و رو دست هواداراش ریخت. هواداراش از عالی جناب شروع کردن، بعد رسیدن به امام موعود. البته این چون موعود نیست، امام موبور. آقای ترامپ، امام موبور، ترامپ شالاتان، اون هم مثل حخا تو زرد از آب در آمد و به وعده خود عمل نکرد و نمی کنه. و با افتخار گفت که ببینید الان چقدر امنیت پیدا شده توی خلیج فارس، از روزی که من نیروها رو فرستادم اونجا هیچ اتفاقی نیفتاده. دروغ کامل، چون اون انفجارات این چیزا همین روزایی بود که اینا در خلیج فارس بودن و اینها. ولی چه میشه کرد یا چه باید کرد؟ امروز داشتم برنامه یکی از دوستان رو میدیدم، یک خانم جوانی رو دعوت کرده بود. خب حالا میخواین به طرف احترام بذارید، بهش بگید شما خیلی آدمی، خیلی انسان شریفی هستید، هر چی بگید، به قول معروف دستمال یزدی، دستمال کاشان، هر چی دارید استفاده کنید. ولی آقا شما خیلی آدمی، من مدتی از آدم ندیدم. خب آقا تو دو روز پیش با یه نفر دیگه صحبت میکردی، اون آدم نبوده. اگه آدم نبوده چرا الاغ و حیوانات میاری تو برنامه؟ باغوش درست کردی؟ بعد من میگی نه سوربی جان، شما اگه این خانم رو میشناختی متوجه میشدی. گفتم آها، پس من باید برنامه رو که میبینم این مهمان شما رو از قبل بشناسم و ما میان تو برنامه ها که مهمانایی رو که میشناسیم دوباره بشناسیم. اصلا خراب کارمون. و این خانم لیلا از ما ایراد میگیره که شما چرا
مهمونی رو که تا حالا چند بار تو برنامه بوده این بار معرفی نکردی، دوباره از اول بگی کلاس اول کدوم مدرسه رفته، کلاس پنجم کدوم مدرسه راهنمایی رفته، دبستان دبیرستان کجا رفته، بعد رفته کجا. خیلی اوضاعمون خرابه. دو سه تا خبر هست که وبسایت و اینترنت ها رو پوشونده. یکی این کشته شدن خانم جوانی به دست شوهر پیرش یا مسنی که، ببینید من یه چیزی رو متوجه نمیشم، این دوستانی که حالا از یکی طرفداری میکنن چون کشته شده فلان، آقا خانم این خانمی که میخواسته نماینده مجلس بشه یا نماینده یا شهردار اسلام آباد بشه نشده، ولی راه پیدا کرده و این آقایون فاسد بعدن براش دعوتنامه فرستادن، حالا شما نشدی نماینده، بیا اینجا تو دفتر ما زیر خودمون کار کن. طرف زن داره میره یه زن دیگر صیغه میکنه، طرف 68 سالشه میره یه دختر 20 چند ساله رو میگیره میاره، خب این ماجراها هم پشتشه، بعدم شلیک کرده کشتنش، بعدم اومده تو کلانتری براش چایی و نوشابه و اینها آوردن، ولی دم اونایی که دقت میکنن گرم، گفتن آقا این کلانتری مینه تو خیابون مردم رو میگیره که چرا روزه نیستید، خود قرمساق پدر سگشون توی کلانتری نشستن برای قاتل قبل از افطار چایی آوردن، ساعت هم نوشته ساعت 20:30 8:30 افطار میشه، این کره خرا ساعت 7 خورده دارن چایی نوشابه میخوره. این مهمتر از قتل اونه، چون اون زنی که خود فروشه، حالا پدر مادرش هم داغدارن عزادارن، آخه میگه رفتم با خانوادم صحبت کردم، خانوادم گفتن برو، آخه خاک بر سر اون خانواده‌ای که به دختر 20 چند سالشون میگن برو بشو همسر یک کسی 68 ساله. یه خانمی هم مسخرش کرده فیلمش رو ساخته و اینها. بله میگه نه جناب سوربی اشتباه نکنید، اون ترامپ نبود، بدل مزدور جمهوری اسلامیش بود، وگرنه ترامپ قلی عجل الله دل منتظرانش را به زودی شاد خواهد کرد، چگونگیش را در نوشتاری طنز نوشتم. بله میگه هنوز امثال این استاد زیگیل از رو نرفتن، اون که دیگه خیلی خره، یه کسی هست که قیافش پناه به خدا برای رادیو خوبه و میاد، این از روزی که آمده اینقدر تملق رضا پهلوی رو گفته که بلکه رضا پهلوی یه چیزی درباره این بنویسه، و ببخشید آقای خوشنودی ولی خود من مزخرفات زیاد نگاه میکنم، من نمیدونم تو دیگه چقدر بیکاری که این مردی که مزخرف رو ولی اسم قشنگی براش نوشته، استاد زیگیل، همه جاش از این چیزا داره، ککومک نه، از این گوشتای نمیدونم، در اصل وقتا میگفتن اگه گوشت بد بخرین از قصابی وقتی میخورین از این زیگیل و میگیل و اینها در میارین. و اما این یک خبر بود راجع به یک خانمی که توسط شوهرش حالا صیغه‌ای کشته شده. جالبه که حالا زن اولش اومده گفته من عاشق این آقای نجفی هستم، خب معلومه چون خانم دومه رو کشته، شما عاشقش هم اگه نبودی از امروز عاشقش میشی، و ببینیم با این چی کار میکنم. باز تو خبرها صحبت از خانم دریا صفایی بود، من سال 2014 با خانم صفایی مصاحبه ای انجام دادم، لینکش رو حالا میذارم اینجا براتون، شما برید ببینید اون موقعی که این خانم شکایت میکنه که تلویزیونای ایرانی بهش توجه نمیکنن، وقت نمیدن، ما به ایشون وقت دادیم، بعد دیدیم که ای داد بیداد ایشون به دنبال حقوق زنان که نیست هیچ، خیلی خودش تندرو و حقوق دیگران رو هم میخواد زیر پا بذاره و نجات پرستی و اینها رو، و از حزب، البته این آقای سعید کاووسی صبر نمیکنه، خیلی عجول، فوری برمیداره کامنت میده بدون که اصلا مطلب رو دیده باشه، مطلب رو خونده باشه. ممنونم از آقای سلیمانی که وقتی من اون موضوع رو گذاشتم، آقای آبدی من به این دوست مشترکمون گفتم که اون فیلم رو به شما نشون بده ببینه شما و آقای صدقی که مهمان برنامه ایشون بودید، وقتی این آقا به دیگری میگه امروز بالاخره یه آدم دیدم، مدتی بود آدم ندیده بودم، آیا به شماها بر میخوره یا نه؟ خب شما دکتر جامعه شناسی هستید، به ما بگید اشکالاتمونه.
خب میخوای تحسین کنی بگو، میخوای نمیدونم حمد و ثنا کنی بگو، رفتی خونهشون دوتا شیرینی و چای بهت دادن بگو شیرینی خوبی بود چای خوبی بود. ولی این که من تا امروز آدم ندیدم شما این آخه چیا، گفتم بهتون این بنده خدا سال هاست حالا رسیده به این برنامه ای که امکانات خیلی به اصطلاح راحت شده، هر کسی میتونه برنامه داشته باشه، ولی پشتش به این سادگی هم نیست. آقای سبا تبار عزیز، شما دو تا کلاس دو ساعته دو روزه توی این پابلیک میدیا و اینا بگی، شاعر هستی، آقا شاعری فرق میکنه با مجری بودن، با مردم بودن، اصلا زمین تا آسمون فرق کنه. در اصل امیدوارم موفق باشی، البته من نمیدونم هدفت چیه، به کجا میخوای برسی که من پیشنهاد کنم موفق باشی، دعا کنم، آرزو کنم. در اصل ممنون و متشکرم. اینم از این ماجرا. اون زن دیگه خانم دریا صفائی، دوستان لینکش رو گذاشتم توی این فیسبوک بهتون نشون میدم، رو خبرها هم هست و نوشته که اجازه بدید اینجاست، بله اینه فیسبوک، کامرای شماره 3 رو ما بدیم به شما، یه دونه 4x3 یادتونه وقتا ما گفتن یه عکس 3x4 بیا یا 4x3 بیا، 6 سانتیمتر در 4 بود چقدر سکرین کپچ. بله اگر شما تو صفحه من باشی میبینی من روزی 2 یا 3 تا موضوع رو بیشتر پست نمی کنم. اینجوری نیست که هر آشغالی دوستان برای من فرستادن منم برای شما بفرستم، من شما رو به عنوان آشغال دونی یا سطل زباله استفاده نمی کنم. اینجا آمدم نوشتم اولین زن ایرانی از حزب راستگرای بلژیک. اولا آقای سعید کاووسی اگه یه مقداری دانش سیاسی خودشو زیاد کنه به همراه حوصله‌اش، میبینی که شما وقتی میگی حزب راستگرا، الان در دنیا این موج راستگرا تبدیل شده به نژاد پرستان، طرفداران سفید پوست، مذهبیان عقب افتاده تندرو، و خود این تیتر همه چیز رو گفته. حالا گیرم که همه چیز رو نگفته، میای پایین دوستان خوب ما آقای سلیمانی نوشتن زن نژاد پرست ضد خارجی و خودخواه، و منم علامت خنده و شادی گذاشتم برای ایشون. بعد مطلبی رو ایشون فرستاده، من رفتم اون مطلب رو آوردم گذاشتم اینجا. آقای سعید کاووسی یکم بزن کنار جاده، اگه احتیاج به دستشویی چیزی داری برو جیشتو بکن که خیلی هول نباشی، این مقاله ها، این نوشته ها رو تا آخر بخون، بعدن نظر بده. من حالا برات یه یا دو تا پاراگرافش رو میخونم. سخنرانی دریا صفائی نماینده حزب راستگرای افراطی آن یا ان و آ را در پارلمان اروپا گوش کنید. اتفاقا اینو یه خانم دیگه ای نوشته بود. یک مهاجر و پناهنده عضو حزبی میشود که معتقد به نژاد و خون و اصالت هستند. معتقدند که جز تبار خودشان باقی تبارها لیاقت و شایستگی آزادی و رفاه را ندارند. عضو یک حزب مذهبی مسیحی تندرو که تمام تحرکاتشان برای تصویب قوانینی بر اساس مذهبشان است. عضو یک حزب ضد مهاجر که مهاجرین را وصله‌های ناجور بر پیکر جامعه می‌بینند و خواهان اخراج تمام کله سیاه‌ها از اروپا هستند. یکی از شعار انتخاباتیشان ممنوعیت حجاب برای زنان در محل کار و مدارس و و بوده. برای اینکه بتوانند حرفهایشان را بهتر به گوش جامعه برسانند، از یک مهاجر کله سیاهی که در گذشته حجاب بر سر داشته استفاده می کنند تا انگشت فاشیسم را از خود دور کنند. منظورشون کیه؟ کله سیاه؟ همین خانم دریا صفائی. عکسش رو گذاشتن قبل از جراحی دماغ، قبل از رنگ کردن مو، اون موقعی که ایشون با چادر و چاقچول و نمیدونم اما عبا و عمامه بوده از ایران. بعدم دیگه این داستانایی که منو گرفتن و محکوم به اعدام شدم، ولی خیلی خوب شد من تونستم فرار کنم. من نمیدونم والا این زندان آخوندا
باغ ملیه. یادتونه وقتا یه باغ ملی داشتیم یه باغ وحش داشتیم، گاهی وقتی هم فرقی با هم نمیکرد. نمیدونم چون این چه زندانیه، طرف محکوم به اعدامه، میگه محکوم به اعدام بودم، اومدم دیگه خب گفتم برم مرخصی، بعد گفتم برم با عمم خداحافظی کنم، خونه عمه من نزدیک مرز ترکیه است، رفتم مرز ترکیه آمدم بیرون. یا اون کسی بود گفت ما از کوههای دبی آمدیم، خیلی یخ و برف و اینها، بگو آقا اصلا دبی نه کوه داره نه برف و یخ هست، چی میگی؟ البته الان براش برف درست کردم. سعید کاوسی اگر دیر آمدی بعدا برگرد برنامه رو از اول نگاه کن، در رابطه با شما صحبت کرد. خب دوستان عزیز، ترامپ دنیا را خراب کرده و این خرابی همینجور ادامه داره. الان ماجرای شما یه سنگ که تو آب میندازین، این یه موجی درست میکنه، این موج همینجوری میره و این موج الان تو اروپا به کمک اون استیو بنن یکی به من بگه این چی کاره است، چه پولی داره که میره این برابر دنیا، 5 روز تو برلینه، نمیدونم 10 روز تو ایتالیان، بعد میگه من اینا رو نگفتم، ایتالیا دروغ میگه، رفته اونجا به اینها گفته چه تکنیکی استفاده کنید، چه شعارهایی بدید که احمقای نادان مذهبی و تندرو که خودشون بدترین نژادن، بدترین آدم ها هستن، فکر کنن اینا بهترین هم و بیان دنبال شما و میخوان مملکتشون صاف باشه، مملکتشون پاک باشه، درا رو ببندن، هیچ کسی رو راه ندن، تا خودشون باشن و با خریت و خنگیت خودشون بمیرن، یعنی زندگی کنن تا بمیرن. و الا تو همه فرضیه‌های اجتماعی و جامعه شناسی مشخص شده که اون کسی که سفر زیاد میره، اون کسی که با افراد مختلف برخورد میکنه، با فرهنگ‌های مختلف برخورد میکنه، طرز فکرش، طرز رفتارش، طرز هر چیزش که بگید بالاتر از اونایی هست که توی یک جای محدود، به همین خاطر هست که زندانی ها رو زندان میکنن، یه جای محدود نگه میدارن، ولی اونایی که وضعشون خوب میشه راه میافتن میرن مسافرت، دنیا رو میگردن. چرا؟ میگه این شهر برای من کمه، این استان، این ایالت، این نمیدونم کشور برای من کمه، من باید افراد دیگه ای رو بشناسم. و اما یه عده‌ام بلند میشن از 11000 دلار تا 60000 دلار میدن برن نمیدونم بالای کوه اورست. آخه اون موقعی که یه کسی میرفت بالای قله اورست، اون میرفت تمرین میکرد، بعد خودش تنها میرفت، نه اینکه الان با هواپیما بلند شن برن نپال کجا، میرن اونجا بعد یه راهنمایی هم بارش اون راهنمایه میبره، نمیدونم اون یکی دیگه اکسیژنش میاره، این آقا برسه به انقدر پایی نفس بکشه بگی بالا رسیدم، ولی خب خوب شده از بس اونا ارزونش کردن، از 60000 دلار شده 11000 دلار، حالا هر ننه قمری هم رفته اونجا، حالا اینا وقتی میرن اون بالا، وقتی میخوان بچرخن برگردن، راه هم دیگر رو بلاک میکنن، 11 نفر تا حالا کشته شده، مردن، از بین رفتن، 11امیش یه آمریکایی بوده که الان ممکنه قوانین اصلا این کار عوض بشه. آخه این چیه؟ شما با سیم هم دیگر بستید میخوان برید اونجا، که برید اونجا اون بالا که میری نصف اکسیژن هست به نسبت اون اکسیژنی که بدن ما لازم داره، نصف. بعد اینا چیز میشن اصلا، مثل کسی که ما یک کار احمقانه انجام میدادیم وقتی که تو نرستان بودیم، یاد گرفته بودیم یکی میگو میخوای خوابت کنم، این دوستمون رو بینجوری از پشت بغل میکردیم، انقدر به سینهش فشار میآوردیم نفسش حبس میشد، اکسیژن به مغزش نمیرسید، بیهوش میشد، و ما این بیهوش که میشد مینداختیمش. خدا کرد که خدا یا خدا یا طبیعت هرچ، کسی نمرد اون مدتی که ما این کار احمقانه رو انجام میدادیم. بعدم که طرف بلند میشد اصلا میفهمی، معلوم بود که این اصلا مغزش وایساده از کار، از بی اکسیژنی. حالا این احمقا با پول خودشون میرن. یادم چند مدت پیش یه آقایی بود، اونم ایرانی بود، تو تلویزیون‌های مختلف هم می آوردنش و افتخار ایشون هم این بود که رفته بود قله اورست. آقا قله اورست دیگه فتح شد، تموم شد، رفت اون نفر اولی که رفت با نبود امکانات اون فتحش کرد. شما که حالا تپ 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 با هلیکوپتر میرین تا بیس، از اونجا تپ 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 اون میکشه قاطر و ماته بالا که دیگه. خب و این ماجرای بله
قتل میترا استاد، این رو بهتون بیشتر نشون میدم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، یک چون من از وبسایت های مختلف خبری به اصطلاح هشدار میگیرم، یا اخطار نی، هشدار یا آگهی بمونیدن، وارنینگ، وارنینگ هم نه، چون میگه اتنسیون بله، که مثلا فلانی الان داره صحبت میکنه. رفتیم دیدیم این آقای مولر، رابرت مولر آمده و در دیپارتمنت آف جستیس دی او جی داره صحبت میکنه، و اینم به قول دوستمون که گو آب پاکی ریخ رو دست هواداراش، اینم آب پاکی ریخ رو دست اینایی که منتظر گزارش مولر بودن. اولا توی گزارش اصلیش میگه من نظر نمیدم، کنگره یا مجلس باید نظر بده. حالا میگه که ما طبق قانون نمیتونیم پرزیدنت یا رئیس جمهور رو به جرمی متهم کنیم تا زمانی که این سر کاره. خب مردک، تو که میدونستی باید وقتی بهت گفتن بیا میخوام یه همچی کاری بکنیم بگید یادت باشه ما اگه بیایم هم اینو نمیتونیم متهم کنیم، یعنی اگه متهم هم بشه نمیتونیم ببریمش دادگاه. حالا اومده بعد از 30-40 میلیون امروز وایساد اینجوری گفت، و به این صورت گفت که منم توی مجلس نمیام. حالا چه پولای ترامپ داده، چه میدونید میگن تمهید و تهدید و ترغیب و اینها تو کار این مافیا و اینا هست. مثلا یک کسی که بر علیهشون کار میکنه اول میان میخرنش، اگر دیدن درست چیز نشد اون موقع تهدیدش میکنن، بعد به اصطلاح میفرسن داغونش میکنن که زنتو میکشیم، بچه‌تو میکشیم و اینها. و چه ماجرایی هست، این ترامپ مافیا چه کار داره انجام میده، تاریخ بعدن مشخص میکنه. و اگر به نظر من اگر دموکرات ها به موقع نجنبن و فکر این باشن که سال 2020 اگه ما اینو ایمپیچ کنیم، استیضاح کنیم، ممکنه ما انتخاب نشیم، این باز هم انتخاب میشه. و اگر این انتخاب شد، به گفته خیلی ها مرگ دموکراسی رو باید به اصطلاح اینجا ببینیم و براش مراسم بذاریم. اینم از این اعلام. نمیدونم با ادب‌ترین قاتل، خانم رویا صادقی میگه با ادب‌ترین قاتل. آره چقدر قشنگ، چه خونسرد مردی که. آره رفتم دنبالش تو حمام، اسلحه رو بهش نشون دادم، اسلحه رو بعد از چند سال دیشب رفته پر کرده. بعد خودش میگه وقتی اینو کشتم میخواستم خودمم بکشم، یعنی پلن داشته. بعد میگه نه دیگه، وقتی اونو کشتم پشیمون شدم. لابد پیش خودش گفته خب من اینو که کشتم دیگه، من چرا خودمو بکشم؟ یه مدتی حالا مردم مسخره میکنین، دوباره زن سوم چهارم و الی آخر. این ماجرای این زنای جوونی که میرن همسرای مسن میگیرن به خاطر مقامشون، به خاطر پولشون. و خب نمونهش ما اینجا داریم، این مردکت نشسته بود بغل دست نخست وزیر ژاپن، اصلا هیکلشو ببینید. البته از موقع این اومده من به خودم امیدوار شدم، موقع ما فکر خیلی چاقیم، شکمون اینجوری و فلان، نه این نادان که اومده وقتی قیافش میبینیم میگیم بازم صدر احمد به خودم. و خب وقت ببینید زنش چند سالش بوده که اومده زن این شده، یعنی بچهشون الان 12 سالش. 13-14 سال پیش این زنه به خاطر مدلینگ و اسکورت، یعنی پول میگرفت شبا با اینو میرفته بیرون، شب روز وقت بیور. اوکی؟ این اسکورت کلمه مؤدبانه است برای تن فروشان. دیدید الان دیگه به هیچ کی نمیگن منشیه، میگن اگزیکیتیو اسیستنت، آفیس اگزیکیتیو. آقا چه اگزیکیتیو؟ ایشون سکرتریه، ایشون منشیه. به فارسی میشه منشی، به انگلیسی میشه سکرتری. دیگه شما نمیبینی، برو تو کرگلیست آگهی نمیبینی آفیس سکرتری، مینسه آفیس اگزیکیتیو. بالش برده همراه صدا خفه کن هم نداشته. همسر سابقش خوشحاله. بله همسر سابقش گفته من عاشق این مرد هستم، خیلی هم خوشحاله، خوشحاله که اون کشته نشده این کشته شده، و خوشحال لابد که حالا این قدر اونو میدونه برمیگرده. این آقایون یه چیزی دارن بهش میگن mid age crisis، بحران میانسالی. مثلا اون
کامران قاطری احمق بلند شد رفت اونجا، کسی که از 20 سالگی 22 سالگی ازدواج کرده الان 40 خورده سالشه، نوه و نتیجه و فلان داره، یه دفعه زن و بچه و نوه رو ول میکنه پیاده راه میفته میخواد بره ایران رو از آخوندا بگیره. با چی؟ با یه از این دوچرخه های این چیز مسخرش میکرد خوشنودی. بنویس ببینم چی بود، گالسکه خرید بود چی بود؟ با اون اینا بهش میگن بحران میانسالی. این آقایونی که فیلشون هوس هندوستان میکنه بحران میانسالی میاد سراغشون. خب یه کسایی مثل ما میرن موتورسیکلت میخرن تا این کرمش بریزه بره، یکی میره ماشین نمیدونم کانورتبل میخره، یا به آلمانی میگفتیم گابریو یه چیزی اینجوری، تا این کرمه بگذره بره. مثل سرماخوردگیه، مثل فلوه تا یه مدتیه. بعضی ها نه، بعضی ها میره میگه من دیگه با این زنه برای چی وایسم، و یه زن جوان میگیره. و اینایی که این کارو شروع میکنن بعد یه مدتی میبینن این زن جوانم یه ماک موند با این، اشکال حقیقتا از اینه. حالا از لحاظ سکس، از لحاظ هر چی دیگه ارضا نمیشه، میره دنبال یکی دیگه، دنبال یکی دیگه. بعد میبینی طرف 5 تا 6 تا زن گرفته با افتخار. بعضی هاشون تو مهمونی ها وقتی صحبت میکنی میگی بله من 5 تا زن گرفتم، من متخصصم. میگم اتفاقا شما متخصص نیستید، شما باید از اونایی که 50 ساله با خانمش داره زندگی میکنه سوال کنید، و الا شما آدمای بدبختی هستید که نتونستید با این اولی، حتی با دومی با تجربه اولی هم نتونستی، با سومی با تجربه اول دومی هم نتونستی، با چهارمی با اولی دومی سومی چهارمی هم نتونستی، و دردم دیگه به این نتیجه رسیدی که همینجوری با هم زندگی کنی. اینا تازه نصیحت به دیگران میکنه. این خانمه وقتی رفته بشه نماینده یه نمیدونم چی اسلام آباد، بعدن قبول نشده. اتفاقا من اون موقع هم که نمایندگی شده بود اسمش عکسش اینا رو نشون داده، و بعدن از شهرداری نمیدونم فلان این آقای وزیر اونجا هم همین مثل اینجاست دیگه، وزیر میشه بعد میاد میره میشه شهردار، بعد شهردار میره میشه صاحب، همین جوری مثل زالو دارن میچرخن و خون ملت و این وسط میمکند و خوش هستن. و اینا حالا اولشه، این بزنه زنشو بکشه، بعد نمیدونم بچه خانمه پسر 13 ساله داره، میگه این آقا می اومده مادرش رو میزده، همیشه هم با اسلحه تهدیدش میکرده. خب این چه فرقی داره با تن فروشی؟ خانم 20 چند ساله که رفتی شدی زنه مرد 68 ساله، همین داستان هم هست تو تلویزیون نشون میده، خانمه رو بلند کردن کنار خیابون، حالا پولش ندادن، یا اگه پولش هم دادن رفتن کارشون تموم شد، برای پولا رو بگیرن زدن کشتنش، پول خودشون ازش برشتن بردن. اینه که اون موقعی که داشتیم راجع به صیغه و این ماجرای رد لایت هلند و به اصطلاح تن فروشی در کشورها بعضیاش قانونیه، اون آقای رضا سنا گفت که به این سادگی نیست که شماها اینجوری فوش بدیم به آخوند ازش بگذریم. این میگن دومین یا اولین بیزینس دنیاست. حالا اولیش چی بوده دومیش چی بوده، احتمالا اولیش آخوند باخوند و مذهبیون بودن، دومینش تن فروشی بوده، یکیش دین فروشی یکیش تن فروشی. بله اون کامران که زندان آخوندا هم دپورتش کرد، راست میگه. انقدر این شخص احمق و نادان بود، اولا من یه بار باش مصاحبه کردم و من اولین کسی هستم که باش مصاحبه کردم، گفتم آقا این دیگه چیه، یه نفر دیگه بود به نام عادل فلان، اون به من گفت آقا با این صحبت کن و اینا، گفتیم باشه. وقتی صحبت کردیم گفت آقا خب یعنی چی تو بلند شدی یه گاری سه چرخه 20 دلاری رو اینترنت اینا رو اوردر بدید 20 دلاره، اینا برای کسایی که میخوان برن بدون 50 دلار 100 دلار خوباش 200 دلاره، میخوان بدون بچه دارن بچه‌هاشون رو میذارن تو این میرن. این آقا یکی از اینا رو برداشته یه پرچمی هم گرفته دستش، حالا شانس آورده تلفنم شده ما 30 دلار، اونم خواهرش پولش میداد، احمقای دیگه پولش میدادن، راه افتاده میخوام برم ترکیه شب میخوابه یه جایی، بعد میگه من طرف زنگ میزنه میگه آقا برو اونجا جگرکه یه جگر بخون مهمون من. اینم شد جنبش ایران. حالا برگردیم به خانم دریا صفایی. خب حالا خانم شما شدی نماینده در بلژیک، آخه شما که نماینده ایرانیان نیستی در بلژیک،
شما نماینده یه سری آدم عقب افتاده که اسم خودشون رو بلژیکی گذاشتن هستید. یعنی شمایی که در نور پزشک ایران بودید، شمایی که ایران اینقدر خرجت کرده، بابا مامانت زحمت کشیده، درس و نمیدونم زندگی و استفاده از اون مملکت، حالا رفتی احتمالا فردا مغازه دندون سازی رو میبندی و میری سراغ همین پالیتیشن، چون آدم های دردی کثیف هستن که میرن سراغ پالیتیشن. شما به این وسیله به اونا ثابت کردی که من اینقدر کثیف هستم که من رو هم جز خودتون را بدید. مبارک، کنگراجولیشنز. این هم از این. بله، میگه دروان حمام و ساقی قاتل خطبه عقدشون رو با شعری از حافظ خواندن. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و خون یکدیگر ریزیم. بله، سعید میگه oldest profession تنفروشی، قدیمی ترین شغل. میگه قدیمی ترین شغل تنفروشیه، یعنی که اصلا موقعی که هیچ شغلی وجود نداشته، خانمه تو خونه کار میکرده، بچه داری میکرده، آقای میرفته مزرعه، اینها هیچ کنمشون شغل نداشتن، که اسم نداشت که بگه من اون کشاورزم، فردا مثلا نمیدونم. ولی یکی پیدا میشده که اون موقع میرفته تنفروشی میکرده، میگفت من حالا چرا خونه داری کنم، چرا برم تو مزرعه کار کنم، میرم یه ساعت با این میخوابم، گندم میگیرم، نمیدونم چه میدونم. همش میگو ایشون. منظور شما کی بود موقعی که این نجفی؟ اولا چه خر تو خری ایران، حالا ما احترام میذاشتیم میگفتیم شیر تو شیر، ولی واقعا چه خر تو خری. مرده که آمده اونجا، خبرنگار رفته اسلحه برداشته فشنگاشو نشون میده و چیاشو میشماره. اینا اگر مدرک جرمه باید توی زیپلاک، توی پاکتای کاغذی، اینا که مال چیزه، ببندن روش بنویسن. اگه اینه که پس فردا میگه آقا شما بیارید ببینم این اسلحه ضرب انگشت من روشه، چون تازه نوشته بود که مزنون، آخه کرخه وقتی دیگه خودش بلند شده اینو کشته، بعد رفته قوم سر خاک پدر بی پدرش و پدر پدرش، بعد برگشته خواسته خودش معرفی کنه، اینا رفتن گرفتنش، بعدم داره توضیح میده که من رفتم بترسونمش، اون پرید روی اسلحه، 5 تا تیر شلیک شد. این مزنون نیست که دیگه. مزنون اینه که این همسایه روبروی بیچاره اگه کشته شد میگن کی اینجا نشسته بود امروز زر میزد، میگن سوربی، میگه خب اینجا دیگه هیچکی نبود، این حالا مزنونه. به این زن شک میکنی، سسپیشن. ولی اونی که میاد خودش معرفی میکنه با اسلحه وایستاده بالای سر طرف، این دیگه مزنون نیست که. بله، میگه از کامران قادری بیشتر ازش پذیرایی کردن. اونم دیدی بعد بر رفته بود اونجا توی مرز، کجاست نمیدونم، آستارا بود کجا بود معلوم بود، اونم یه مثل جوانی که خیلی خوش نیت آمدن، فهمیدن این شنگول و منگول و دسته گله، براش بیسکویت آوردن، چای آوردن و اینها. و روزگار غریبی، جوون مردم میره تو خیابون حقشو میخواد، میگیرن میزنن با ماشین میرن روش، بعدم که دستگیرش میکنن تجاوز و نمیدونم زندانی و اعدام، بعدم پول خرج اعدامش از ننباش میگیرن. این حاج آقا تا دیروز زن اول داشته، خسته شده از زن اول، رفته زن دوم گرفته، زن دومش دیده آقا این فهمیده که بابا این که جوونه برای پولت اومده، خسته شده زن دوم، حالا اومده اونجا با افتخار، با چه خون سردی. والا من اگه به یه با ماشین تصادفاً به یه گنجشک بزنم تا 2 ساعت میلرزم. و این مردی که اومده، بله ایشون رو دیگه، ایشون رو بد اخلاق بود، کشتیمش دیگه. بله، خانم حوریه حال شما چطوره؟ این خانم حوریه یکی از اونایی که هم قشنگ مینویسه، هم صحبتایی که میکنه منطقی با دلیل. میگه مردم رو به خاطر روزخاری شلاق میزنن، ولی در اداره پلیس 3 تا چایی هنی همشون روزخاری کردن. البته نجفی گفت به نیت 5 تن آل عبا 5 تا شلیک داشته.
خب نفر بعدی 12 امام و 14 معصوم. و بله راجع به این روزخاری اول برنامه گفتم که دوستان با تیزهوشی نگاه کردن که این مصاحبه ساعت 7 خورده شب بوده و در تهران ساعت 8:30 شب میتونن افطار کنن. میگن آخه پوفیوزا پلیس که شما میرین تو خیابون، مامور گشت ارشاد که میرین تو خیابون مردم میگین که چرا روزه نیستن، خودتون اینجا روزه نمیدونم شیرینی و نوشابه و چایی و اینها گذاشتید دارید کوف میکنید. اینجا به اینا میگن هیپوکرات، کسایی که حرفشون با عملشون یکی نیست. حافظ هم اینو گفته، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. اینا انقدر بی حیا هستن دیگه به خلوت هم نمیرن، چون که اونور میروند. اینجا محراب و منبر این حرفو میزنه، یکم میره اونورتر هر غلطی خواست میکنه. این هم از این. بله میگه که بدترین کار ترامپ در دیدار از ژاپن بدگویی از جو بایدن بود که هیچ رئیس جمهور آمریکایی را در خارج خراب نمیکنه. اصلا شما ببین سعید جان، اولا بیشتر اینا سعی میکنن مموریال دی توی آمریکا باشه. یکی از دلایلی که این فرار میکنه اینه که چون روز مموریال دی همه یادشون میاد که این از ویتنام فرار کرده و اصلا نمیخواد بره این مراسم و بچه خودش رو فرستاد اون پنس بره گل بذاره سر قبر سرباز ناشناس فلان اینا و خودش با اون بچه دیگرش رفته ژاپن. بعدم اونجا بله شما درست میگی، معمولا هیچ رئیس جمهوری وقتی خارج هست در خاک خارج غریبه ها هست از رقبا از همکارا از اینا بدی نمیگه، چیزی نمیگه، ولی این آدم نیست. آقا این شطور بهش گفتن که چرا از عقب میششی، چرا شاشت پسه، گفت من چه چیزی مثل همه کسه. شما این ببین چی اینا هم که همراهش مسافرت میکنن میگن آقا این دیوونه است، تو هواپیما همه دارن دراز میکشن که برسن اونجا، خواب که نمیشه، دراز بکشن استراحت کنن، میاد یکی یکی صدا میزنه بیا این فیلم رو نگاه کن ببین این چی گفته اون چی گفته. فاکس نیوز رو با صدای بلند همینجور روشن نگه میداره. میگن اینجا که از شب 4-5 ساعت بیشتر نمیخوابه، وقتی با هواپیما میره دیگه اصلا نمیخوابه. یکی به خاطر تغییر، برای چی؟ برای که روزی 12 تا نوشابه میخوره. یکی برای من بنویسه این نوشابه ها 12 تاش شما اگه بخوری چند هزار کالری داره. خب این همه کالری خوراکم که خوراکشم دیدید دیگه چیه، آشغالای نمیدونم مکدونالد و کنتاکی فراید چیکن و این چیزاست. اصلا این موجود یه موجود کثیفیه، یه موجود پلیدیه. و دموکرات هم که الان افتادن به فکر این که یه یک دوجین نامزد انتخابات رئیس جمهوری هی دارن به هم دعوا میکنن. بابا ریپابلیکنه این آقای آماش آمده، ریپابلیکنه. دیروز توی مجلسی صحبت میکرده، مردم استندینگ اوویشن براش وایستادن. اینجا خیلی مهمه وقتی یه کسی نمایشی میده حرفی میزنه دست میزنن، ولی وقتی دست میزنن بلند میشن وای میسن، این قدردانی میکنن، تایید میکنن اون حرفی رو که زده. اون آقای ریپابلیک آمده گفته بابا اینو باید ایمپیچ کنیم طبق این نوشته های این انقدر به اصطلاح دستکاری کرده تو کار جستیس یا کار عدالت کار قوه قضاییه که قابل ایمپیچ هست. دموکرات میگه حالا ما نکنه ما اینو ایمپیچ کنیم سال 2020 ما انتخاب نشیم هاوس هم از دست بدیم. یکی نی بهش میگه خب خاک بر سر، مگه الانی که هاوس رو داری چی داری؟ یا قبلا که نداشتی چه فرقی میکرد برات؟ چه استفاده ای از داشتن هاوس؟ اینجا مجلس دو تا مجلس دیگه، یکی مجلس شورای ملی، یکی مجلس سنا هست. مجلس سنا دست این تندروا و مذهبی و راستگراهن هست، مجلس شورای اسلامی فعلا اکثریتش دست این حزب خران همون دموکرات. خب چه استفاده کردی شما تا حالا ازش؟ از همشون هم بدتر این پی، این کفتار، این خانم چیز، من بعدم هم نمیاد ازش، خانم نانسی پلوسی، خانم زرنگیه، ولی اینا همش فکر این هستن 78 سال 79 سالش فکر اینه که نکنه اونا برنده بشن. این از رئیس از سخنگو مجلس بودن
بیاد پایین. شاید هم برنامهش اینه که این دوتا سقط بشن، این بشه رئیس جمهور، نمیدونم. بله بله میگه که بهترین کار ترامپ، بدترینش این بود تو ژاپن از این صحبت کرده و بدگویی درباره رقیب انتخاباتی در خارج نمی کنن. حتی دموکرات ها هنگامی که پرزیدنت در کشور بیگانه است بی احترامی نمی کنن. شما ببین حماقت تا چه اندازه، خودشم نوشته حماقت تا بی نهایت. بله میگن که با نظر شما، با نظر شما نسبت به شرکت فعال در انتخابات و احراز مناسب سیاسی کشورها، سایر کشورها موافق نیستم. خب شما میتونید موافق نباشید، ولی اجازه بدید من نظر خودم رو بگم. البته بذارید یه بار دیگه جمله رو بخونم. با نظر شما نسبت به شرکت فعال در انتخابات و احراز مناسب سیاسی سایر کشورها موافق نیستم. درباره خانم مریم صفائی صحبت میکنید؟ یعنی این کار خوبی کرده، حالا این به عنوان یه ایرانی اونجا، اصلا متوجه من نمیشم. یکم توضیح بدید، زنگ بزنید، پیام بذارید، یا هر وقت اومدی کالیفرنیا بیا یک چند دقیقه مهمون برنامه ما باش. و اما امروز بهتون گفتم با آقای دکتر شهرام ایران بومی خواهیم بود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما و 9 شب به وقت بگید جرمنی، آلمان. خب آقای احمد ندیمی یک کنسرتی دارن روز 8 ماه جون که بکنم شماها که اروپا هستید میگین جوان، و این هست آقای ندیمی. اجازه بدید من براتون روشن کنم، یکی دو بار که گفت یا نوشت کجا هست و اینها، چون این روی فیسبوک هم هست من دیگه خاموشش میکنم، چون این آگهی 4 دقیقه است. آگهی ها معمولا باید بین 45 ثانیه، ماکسیموم 60 ثانیه باشه، ولی چون من آگهی برای ایشون پیدا نکردم، از ویدیوهایی که قبلا برنامه‌ای که اجرا کردن بریده های اون رو از ویدیو من ایشون خواهش کردیم، از اون کسی که مسئول مدیا هست ایشون هم فرستاد و ما نشون میدیم. اولا شنبه هست 8 ماه جون سال 2019 ساعت 7 شب، The Art of Healing Sound and Movement، هنر شفا بخشیدن و شفا گرفتن و بهبودی و اینها از موسیقی یا از صدا و حرکات زیبا موزون. ببینیم و بشنویم. یکم من صدای این رو زیاد کنم. Thank you.
بذارید من یکم برگردم عقب این شماره و اینا رو بهتون نشون بدم. بله دوستان عزیز، شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید برای برنامه هشتم ماه جون در استرلینگ ویرجینیا هست 703-376-3433. خب آقای نیساری هم با ما هستن، بسیار خوشحال، و آقای نیساری هم برنامه هایی رو در تلویزیون مردم داشتن. دوستان شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بارها گفتیم اصلا شعار ما، فلسفه ما اینه، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. متاسفانه از عید به این ور، الان 8 خرداد هستیم، 2 ماه و 8 روز گذشته، به شدت حمایت ها کم شده، یا هوا گرمه یا مسافرت ها زیاد بوده، و از تنها جایی که گفتن بزنیم خرج جای دیگه کنیم، از حمایت تلویزیون مردم زدند و به خرج های دیگه پرداختند. در صورت امیدواریم که اون اشکالا که برطرف شد به ما هم لطف کنید و حمایت کنید. و اما بازرس مولر، قانون اساسی اجازه متهم کردن رئیس جمهوری را نمیداد. خب ما داریم همینی میگیم، اگر نمیداد شما چرا رفتی اینقدر وقت تلف کردی؟ از همه اول میگفتی. و اما از میترا استاد، همسر محمد علی نجفی چه میدانیم؟ چون ماها هممون دوست داریم بشینیم غیبت کنیم و از چیزایی که خبر نداریم صحبت کنیم، عین این که ما اونجا بودیم و اینها، این فکر کنم الان داغ‌ترین خبر باشه. من هم مثل شما هستم، من که مثل آقای کاوسی نیستم بگم من از ما بهترونم، من از شما بهترونم، شما بدان عالمی. خب صفحه نخست خبرنامه گویا، مثل خبرنامه گویا در قسمت خبرهاش گفته که از میترا استاد، همسر محمد علی نجفی چه میدانی. بی بی سی میگه که خودم قول میدهم اگر هر مشکلی بود شفاف سازی کنم، ولی حق دیگران نیست در حریم خصوصی ما وارد شوند. این خانم اینقدر احمق بوده نمیفهمه کسی که میاد توی پابلیک و چهره عمومی میشه دیگه جای خصوصی براش وجود نداره. اینا وقتی اینو نمیفهمن میان از عموم و عمومیت و مشهوریت استفاده میکنن، ولی میگن حالا ما میشه بدیاشو نداشته باشیم؟ چقدر بی تربیتید شما ایرانی ها، واه واه، خدا بگم مرض بهتون بده. خب پس من فکر میکنم یک نادان کمتر، یک سو استفاده چی کمتر. امیدوارم قصاص کنن اون نجفی رو، بکشن بالای اعدام. البته اینا پول دارن، پول میدن به ننوبای این، ننوبای هم میگه خب این که مرد، ننوبایی که به دخترشون گفتن به خاطر پول برو زیر پای این بخواب، حالا میگن خب بهتر دیگه نمیخوابه، ولی پول رو بده. بی بی سی خودم قول میدم اگر هر مشکلی بود شفاف سازی کنم، ولی حق دیگران نیست در حریم خصوصی ما وارد شود. این بخشی از مصاحبه میترا استاد در مهر ماه سال 1397 است که درباره ازدواج با محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، گفته بود. میترا استاد که روز شنبه 7 خرداد به قتل رسید، در سال 1396 نامزد انتخابات 5مین شورای شهر از اسلام شهر بود. من گفتم اسلام آباد، اسلام آباد مال پاکستانه، ببخشید. او نتوانست به شورا راه پیدا کند، ولی به شوهر راه پیدا کرد. ببخشید من اضافه کرد. او نتوانست به شورا راه پیدا کند، اما چند ماه بعد نامش بر سر زبانها افتاد. پس از دومین استعفای محمد علی نجفی از شهرداری تهران که اکنون متهم به قتل اوست. بله گرچه آقای نجفی دلیل استعفایش را بیماری اعلام کرد، اما در همان زمان ازدواج موقت یا داشتن رابطه نامشروع از جمله شایعاتی بود که برخی آن را با کنارگیری آقای نجفی مرتبط می دانستند. مدتی بعد از کنارگیری آقای نجفی، تصاویری از او و همسر دومش در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد. عکس‌های
عکس هایی که این دو نفر را در حالاتی صمیمی کنار هم نشان میداد و در مقیاس مسئولان حکومتی ایران خارج از عرف محسوب میشد. با بالا گرفتن شایعات، میترا استاد در مصاحبه با کانال امید مردم در سال 97 با رد تهمت رابطه نامشروع گفت که همسر قانونی آقای نجفی است. آقای دکتر نجفی از من خیلی محترمانه خواستگاری کردند و من هم این دقت کنید دوستان، من هم بعد از مشورت با خانواده به ایشان جواب مثبت دادم. این زندگی سر گرفته است، دلیل ندارد که عده‌ای دنبال حواشی باشند و هر موضوع و مسئله پیش بیاید با مدرک و سند از آقای دکتر نجفی در رسانه ها اعلام میکنم. ما اردیبهشت 97 با هم ازدواج کردیم. خب خانم شاد سیغت یه ساله بوده، یه سالش گذشته، این دیده تو نمیری باطلت کرده. 97 تا 98 یک سال باطلش کرده. بله، میگن آقای سربی اگر بخواهند قصاص کنند طبق قانون اسلام باید نصف دیه را به خانواده نجفی بپردازند، هم پولشان و هم دخترشان را از دست میدهند. و نمیدونم شما میگید که نصف دیه را باید بهشون بدن. آها، نصف دیه را به خانواده نجفی بپردازند. واقعا عجب خرطوخریه اونجا. بله دیگه، عکسای این طرفم، عکس های میترا نجفی، میترا همسر به قتل رسیده فلان، بعد شهردار اسبق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرد و الی آخر. و یه عکسی هم اینجا هست از اون خانمی که در بلژیک به پارلمان راه یافته و بهتون گفتم که آقای کاووسی هم خیلی بی صبرانه برداشت یه چیزی رو نوشت که به نظر من خیلی کار زشتی بود. ببینید این خانم این بوده 1995، 2018 این شده. و حالا اگر شما بیاین توی فیسبوک، من سال 2014 با ایشون یه مصاحبه انجام دادم که اینم گذاشتم اینجا و میبینید دیگه. حالا بله همینجا هست، اینجا. یک لحظه صبر کنید تا سربی بیاد تو. بله این خانم هست و اونم که سربی معرف حضورتون هست. من لینکش رو براتون میذارم اینجا. بله این توی این برنامه هم این خانم وقتی من باش مصاحبه کردم گفتم به نظر میاد که شما شاکی هستید از مدیاهای ایران یا رسانه های ایران. ایشون گفت بله اینها به من فرصت نمیدن تا من با مردم ایران در تماس باشم. حرفایی که میزد راجع به ورود یا عدم یا جلوگیری ورود خانم ها به استادیوم و اینها، حرفایی که منم باهاش موافقم و اگر یک کمی ما درست فکر کنیم، شما نباید فقط به آخوندها فحش بدید، باید به برادر خانمی که میره مسابقه فحش بدید، به شوهر، به پدر، به پسر خانمی که میره مسابقه فحش بدید. بگید تو چرا میری جایی که پدر مادرت رو راه نمیدن. ولی ما چیزا رو که نمیام رو میز تشریح بذاریم باز کنیم ببینیم اشکال چیه، همینجوری شعار میدیم. تازه اونایی هم که خیلی هنر میکنن، دختره میره خودش رو موهاشو میزنه و به شکل مردا در میاره، میره اونجا مسابقه رو میبینه، بعدم میاد بیرون مصاحبه میکنه که بله من رفتم دیدم. خب یعنی چی؟ پیشنهاد میکنه همه خانم ها موهاشونو بزنن. واقعا یه فیلمی هست مال باربرا استرایسن. باربرا استرایسن هم میدونید که از لحاظ زیبایی مثل منه. این چندین سال پیش من این فیلم رو دیدم که این به اصطلاح خودش رو به صورت یه پسر در آورده بود. الان داستانش یادم نیست، ولی اگه کسی میدونه چه فیلمی رو میگم بنویسه. بعد نیست بعضی وقتا برگردیم فیلمای ایرانی رو نگاه کنیم. امروز صبح یه نفر برای من یه فیلمی رو فرستاد، ایرانی، نمیدونم ایرانی در لس آنجلس، از ایران به لس آنجلس یا از لس آنجلس به تهران. یکم نگاه کردم دیدم فیلم نظر جدید میاد و فکر کنم آقای پرستویی، اون خانم کیه شیرازی هم هست، اون توش بازی میکنن، ولی وقت نکردم ببینم. در اصل بعض وقتا خوبی که آدم برگرده فیلمایی رو که قبلا دیده الان نگاه کنه، میبینه که
اولا الان بیشتر میفهمیم و خودش متوجه میشه که دیدش، نگاهش به زندگی، نگاهش به اتفاقاتی که میفته یا در جامعه میافتاده اون موقع چقدر عوض میشه. یکی از این فیلمایی که من بهتون پیشنهاد میکنم یا نمایشا، نمایش شهر قصه هست و اگه بتونید اون اوریجینالش رو پیدا کنید که دیگه نور علی نور میشه، برید اونجا. یه دوستی هم هست به نام آقای احمد رضایی که به انگلیسی نوشتن رضای احمد، هیچ چپ و راست برای ما چی میفرستن؟ گروه خاص نبض. اصلا گروه خاص یعنی چی؟ یعنی شما خصوصی هستین؟ خواهی خصوصی هستین چرا زرت و زرت برای عموم میفرستین؟ اگه عمومی هستین چرا میفرستین خاص؟ اگه خاص یعنی مرتبتون بالاست چرا برای من میفرستین؟ آقا ما کارمون خرابه، ما یه مش آدمای گیجی هستیم که از ایران اومدیم اینجا الان گوسپیچ شدیم. من وقتی دبیر شدم یکی از دوستام آقای بهروز قاسمزاده یه پولی داد به اون آقای سلامی. آقای سلامی یه شعری گفت، سلامی شما همینجور تو خیابون میدیدیش برات شعر میگفت، نه این آقای رضا سلامی ها، این آقای رضا سلامی اینجا کاسه شعر مینویسه. بله. و آمد و وایساده بودیم، به من گفت که کی گفت معلم بشی؟ خر بودی خرتر شدی. همینجوری ادامه داد. حالا ما همینجوری شدیم. ماها والا فکر میکنم اگه تو ایران مونده بودیم یه چیزی بیشتر از امروز یاد میگرفتیم. از خودتون سوال کنید واقعا از روزی که اومدید آمریکا چی کار کردید؟ ماکزیمومش افتخارتون اینه که مثل آقا خسرو رفتید، حالا در سن 80 سالگی نمیدونم 12 تا کردیت از فلان دانشگاه گرفتی. خب چه به روز خودت آوردی؟ حالا تا قبلش مثلا راننده فلان جا بودی، کارا رو ول کردی، یکی اومده جاتو گرفته، حالا میخوای برگردی دیگه اونجا کار نیست. هیچ هر جا میری میگن شما اوور کوالیفای هستی، یعنی این شغلی که شما این مدرکی که گرفتی فوق لیسانس یا پی اچ دی، ما نمیتونیم طبق قانون پی اچ دی استخدام کنیم با ساعت 14 دلار. این خارج خارج خارج، والا بلا خارج هیچ خبری نیست. و ماها هم که اینجا هستیم درست ماجرای سمد هست، نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن داریم. البته ناگفته نماند، هر وقت این خرط و خرار رو میبینم تو ایران شد به دوستان مینویسم. دیرو برای بابک عربی نوشتم خدایش خوشحال نیستی که شما اینجا هستی. امروز برای آقای شادانلو نوشتم آقا ما عجب شانسی آوردیم که از این باغوش در رفتیم. اینم از این ماجرا. بله، میگه که تهران آنجلس با بازیگری گوهر خیراندیش آفرین و پرویز پرستویی و زارعی. بله، ینتل the name of movie. آها، باربرا استرایسند کاور از بوی. بله خیلی ممنون. ینتل، این ینتل همونی که اینایی که کریمی نیستن بهشون میگن یا اونا یه چیز دیگه هم گویم میگن بهشون میسکن. خیلی ها طرف به کسی که کلمی نیست یه کلمه ای رو میگه که توهین آمیزه. خب مسلمان هم میگه این کافره، بعد کافر رو اینقدر تو کتگوری های مختلف گذاشتن که خود به خود شده توهین. بله ینتل دوستان، خب به قول شاعر آویختن بهتر از گریختن است. البته آویختن به کجا؟ این دوستان ما که اپوزیسیون و کمپوزیسیون همه آویزون شدن به افرادی که خود اونها آویزون هستن، به چیزایی که اگه از بپرسی آقا من پاچه ای تو رو گرفتم تو دستت به کجاست، میگه آقا من نمیتونم بالا رو نگاه کنم، خیلی وحشتناکه که به شما بگم دستم به کجاست. ولی نه، اینو من نشنیده بودم تا حالا که آویزان بهتر از گریختن است. نه، بعض وقتا فرار بهتره. توی کاراتو اینا هم یادتون میدن که refrain from violent behavior، یعنی از درگیری در برو، فرار کن. خب اینم از این. earth June 1st interfered. این فکر کنم مال آقای بها ابهری بود، نه؟ یا یه مدرسه است این؟ نه این یه مدرسه است. خب اینم از این ماجرا. ببینیم ساعت چنده، 2:47 13 دقیقه دیگه میبرم شما رو با آقای شهرام ایران بومی باشیم. همین الانم اگه تو صفحه مردم تیوی توی
صفحه فیسبوک مردم تیوی نگاه کنید، من یک چیزی گذاشتم تقریبا میشه گفت مثل یک پلاکارد، مثل پوستر، مثل یک آگهی، و توی اون اعلام میکنه که یه جشنی دارن، براتون هم نشون میدم حین مصاحبه با ایشون، هم میخونم هم اعلام میکنم کجا هست، چجوری میتونید برید. و اما این خانم میترا استاد رو هم عکسش رو بهتون نشون بدیم، که اونایی که خیلی آرزوشون این بوده که این خانم دوست دخترشون باشه یا باهاش ازدواج کنن و اینها، بدونن که اگر همچین اتفاقی افتاده بود چه سرنوشتی امروز نصیبشون بود، یا اون زنه اینو دغمرگ داده بود یا این زنشو کشته بود و الی آخر. میترا استاد، نماینده زنان و جوانان در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر. به خاک پاک ایرانم و به نگاه همیشه منتظر جوانان سرزمینم سوگند که لحظه ای از خدمت به مردم کوتاه نخواهم آمد. شما به مقنعه و چادر این خانم دقت کنید و سوء استفاده رو ببینید. با وجودی که مقنعه سرشه و چادر داره، باز یه جوری عکس گرفته، بزرگی سینه و نمیدونم هر چیزی که شما بخوای اینجا پیدا باشه. بعد از این ورم از همه جا سوء استفاده میکنه، از اون ور از آدمای حشری و نمیدونم شهوتی و مذهبی و دیندار با این مقنعه پقنعه و فلانینا، از این ورم اومده سراغ به خاک پاک ایرانم برای ایران پرستان و نمیدونم فلان اینا. من فقط اینجا چیزی که کم میبینم یه علامت فروهر یه کسی بچسبونه رو مقنعه ای خانم، یا یه فروهر بندازید گردنش. البته دیگه الان مرده دیگه، خیلی مرده رنگولک نکن. برتولد برشت بله، بذار من اینو درستش کنم، روشنش کنم، برگردیم اینجا بستمونه از بس عکس مرده دیدیم. خب نوشت: به کجا کوچ میکنید؟ بیشک بدانید که کوچ میکنید بهتر از سرزمین شما نخواهد، بیشک بدان جا که کوچ میکنید بهتر از سرنوشت شما نخواهد بود. خب خانم رویای گرامی، ما ایرانی ها چون تنبل هستیم اینه که خیلی کم و ساده گفتیم به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. حالا یا از اون ور میگیم که مرغ همسایه غازه یا چمن همسایه سبزتره، همه اینا برعکسه، یعنی نیست، از اینجا اینجوری به نظر میرسه. میگم طرف میگه آقا من از این جهنم نجات پیدا کنم، میگم آقا دیروز کجا بودی؟ میگم آقا با دوستان جات خالی بود، رفته بودیم یه باقی بالای قصرالدشت شیراز، حسین آباد، قلات. پریروز کجا بودی؟ آهان خودم یه باقی دارم، دوستان اومد بودن اونجا. آقا هفته پیش کجا بودی؟ رفته بودم کشور دبی برای خرید سال. آقا هفته قبلش کجا بود؟ رفته بودم کنسرت آنتالیا، آنالالیا. میگم آقا حالا از من بپرس من کجا بودم. پارسال میگم پارسال دیروز بالای نردبون بودم، هر لحظه میگفتم الان میافتم قالبم میشکنه. پریروز کجا بودم؟ پریروز روز تعطیلی هم داشتم کار میکردم. پس پریروز کجا بودم؟ اونم بدتر. وقت شما دلت خوشه و نق میزنی که تو ایرانی، من دلم خوشه، افتخار میکنم، پوز میدم که شما، من تو آمریکا هستم. البته همه اینا رو ما تقصیر اونایی باید بدونیم که هی بلند میشن میرن ایران، خیلی هاشون هم با این پولای کردیت کارت، 5 تا 6 تا کردیت کارت داره، یه دفعه تصمیم میگیره 20,000 دلار خرج میذاره و سوغات و موقات و اینا، بلند میشه میره ایران، بعدم میگه آقا اونجا میمونم یه کاری میکنم. بعد که داشتم، دوست داشتم این کاری کرده، رفته اونجا هم زن گرفته، 7 شبانه روزم عروسی و نمیدونم برنامه مهمونی و این بیاد خونه اون اونا. بعد اینجا کلا سر من و تمام دوستایی که بهش کمک کرده بودیم گذاشت رفت. بعد که اونجا موند دید نه آقا، خب حالا زنه رو گرفت، حالا زنم جوانتره، ولی دیگه بالاخره همینه، بلند شد اومد اینجا. وقتی هم اومد اینجا تازه از همه طلبکار شده بود. خب آقا من که رفتم شما چرا قسط خونه رو ندادی؟ من که رفتم شما چرا کردیت کارت؟ گفتی بابا قرار نبود شما اینجوری برید، شما این کاغذ رو دادی از من، گفتی این قبض برق که اومد از این چک پولشو بده.
چک دادم، چک برگشته، جریمه هم کردن، نمیدونم آبرون تو بانکم بردن بردی. اینا میرن ایران اونجا چوسی میان پوز میدن، بعد اون بیچاره که نشسته ایران فکر میکنه اصلا وارد که شد. از اون برم خواننده آقای شهرام که 7 تا دختر نیمه لغ با کادیلاک پینک صورتی میان تو فرودگاه سوارش میکنن میرن این برون. و حالا شهرام که اینجا بود، همین واشنگتن بود، مادرش هم اینجاست. اینا ظلم کردن، اینا دروغ گفتن، اینا باید، نمیتونم بگم باید محاکمه بشن برای این کاری که میکنن، ولی وجدانی اگه دارن، وجدانشون باید ازشون سوال کنه که چرا این کار کردید، چرا کاری کردید که جوونه بلند شه پول جمع کنه از مرز بیاد بیرون، بعد حالا نمیدونم تو مرز کشته بشه، تو مرز بهش تجاوز بشه، پولشو بدزدن ببرن، بعدم بیاد اینجا یه خواننده فقط یه آهنگی، یکی این خواهن اینو پیدا کنه، شهاب، اینم مریلند بود الان رفته کالیفرنیا، یه آهنگی خون، اینم صداش مثل اون یساری اینا بود، آهنگ تقریبا کوچه بازاری بود، این نشون میداد که این آقا از ایران که اومده اینجا 2-3 تا اتوبوس باید سوار کنه تا سوار عوض کنه تا برسه مغازه مکانیکی، اونجا با چه مکافاتی کار کنه. و این ماجرا بود، تو اتوبوس هم که نشسته تا برسه خونه حسرت مردم کنار خیابون میخوره. یه ویدیوی حقیقی از زندگی ایرانیا این آقای شهاب خواننده درست کرده. الان خبری از ندارم، نمیدونم ویدیوهای جدیدش ویدیوهای لس آنجلسی شده. میدونید که این کوجی زادوری بهش میگن، مال خوزستانه، این ویدیوهاش خیلی معروفه، اصلا ویدیوهاش برای که لنزش خراب نشه نور به آفتاب و اینا نمیره، سرش بالا نمیره، همیشه سرش پایینه توی مینی ژوپ، و بعد اینجوری هم وقتی میره بالا میره زیر دامن این خانما ازشون عکس میگیره. دقت کنید دفعه دیگه که ویدیوی از ایشون دیدید، همش ویدیوش وسط لنگ این خانماست، اینا رو نشون میدن. اون جوونه اونجا نشسته فکر میکنه که چه زندگی سختی داره، میخواد ازدواج کنه، خونه نداره. آقا مگه ما هممون خونه داشتیم که ازدواج کردیم؟ میخوام نمیدونم کار کنم، پول ندارم، بیزینس خودم، مگه ما بیزینس خودمونو داشتیم؟ خب شنیدن آواز دهل، بله آواز دهل شنیدن از دور خوش است، اینم از این. خب میگم که ایران رفتن هم از آخر خوردن و هم از توبره بخوردن است. بله این کارو کردن چندین مدت اینجا، وقتی دلار، خب الان هم که لابا دلار 15,000 دلاره، 15,000 تومنه دیگه بهتر، اینجا مثلا شما 1,000 تومن و 1,000 دلار برداری بری اونجا میشه 1,500,000. البته مثل که اونجا هم نرخش به دلاره، در اصلا بله این کاری کردن، میرفتن با پول خدا میدونه کلا سرکی گذاشته بودن، بعدن اونجا پوز میدادن، بعد اون افرادی که تو اون مهمونی بودن باورشون میشد، اون بدبخت ها خونهشون رو میفروختن، زندگیشون رو میفروختن، از پدر مادرشون پولی میگرفتن، فکر میکردن که بیان اینجا و اینجا چه موفقیت هایی منتظرشونه. اینم از این ماجرا. ساعت 2:55 است. یکی دو تا خبر دیگه که اینجا گذاشتم براتون بخونم و برگردم با شما باشم. Reminder to RSVP for breakfast Saturday June. نه اون برنامه جمعه بود که آقای بها ابهری گذاشته بود و به منم گفت بیا، اصلا یادم هم نیست چه روزی هست، بهشون گفتم میام ولی کلن یادداشت نکردم، گفت چی بود یادت نره یادداشت کن. خب این از این، بازرس مولر قانون اساسی اجازه فلان، از میترا هم گفتیم براتون، همسر اول نجفی گفته او را عاشقانه دوست دارم، اینم همسر اولش هم نشون بدیم که ببینید از این خانم رفته سراغ اون یکی و اونم که فعلا کجا هست و چه شده. کامرای 3 اجازه بدید که من بیام خدمتتون و این رو بخونم، یک لحظه. میگه که همسر اول نجفی گفت او را عاشقانه دوست دارم،
میترا ما را تهدید به اسید پاشی میکرد. اینایی که الان ممکنه بگن آقا این خانم مرده دیگه، حالا هیچ پشت سرش نگید، ببینید چه عجوبه‌ای بوده، رفته هووی این خانم شده، بعد اینا رو زنش و دخترش و اینا رو هم به اسید پاشی به اصطلاح تهدید میکرده. میگه العربیه سرور تابشیان همسر اول محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که سه شنبه 28 می میترا استاد همسر دوم خود را میترا استاد همسر دوم خود را کشته، میگوید عاشقانه نجفی را دوست دارد. به گزارش خبرگزاری رکنا، تابشیان با تاکید بر اینکه از نجفی جدا نشده و هنوز هم عاشقانه شوهرش را دوست دارد، گفت من و همسرم 42 سال با هم زندگی کردیم و هیچ مردی به مؤدبی ایشان ندیدم. پس دیدید این خونسردیش مال اینی که ایشون خیلی مؤدبه، میگه این رو کشتم، حالا ما آمدم اینجا یه چای بیارید من بخورم. بله، او ادامه داد شوهرم همیشه به من احترام میگذاشت، حتی برای سوار شدن با آسانسور ابتدا با احترام کناری میستاد تا من داخل بروم و بعد خودش همراه هم میامد. اینجا یه جوکیه، چون بعض وقتا این آسانسورا وسط کار وای میسته و نفر اولی که میره میفته توش. فکر کنم این آقای میدونید که این آمریکا MIT درس خونده، این آقا، اینایی که میگن آقا آخوندهای مشتی نفهمی چجوری این حکومت رو چرخوندن، اونا نچرخوندن، این آقای ظریف و سازگارا و اینا بودن، همین آقای نجفی، اینا MIT و فلان اینا درس خوندن، بلند شدن رفتن، دانشمندای خوب و ممتازی هم بودن، چون نه اهل دیسکو بودن، نه اهل عرق‌خوری بودن، نه اهل دختربازی بودن. حالا هم که رفته اونجا، هرچی اون موقع دختربازی نکرده، حالا گفته قانونی، این یکی ازدواج کنم، اون یکی سیغه، اون یکی همینجوری، اون یکی همینجوری، و حالا این خانم هنوز عاشقشه. البته یه دلیل عاشقیش اینه که میگه این انقدر منو دوست داشته که منو نکشته، اون یکی رو کشته، حالا میدون برای این بازه. روزگار غریبی است نازنین. بریم کجا؟ بریم سراغ آقای ایران بومی و ببینیم که برنامه‌شون برای روز پدر چی هست. خب دکتر شهرام ایران بومی، من در حین صحبت هم اون آگهی رو صفحه مردم تیوی رو نشون میدم. بله، میگن که آقای شهرام ایران بومی هستن. آها، شما با تصویر نمیخواین بیاین؟ نه، معمولا ایشون یه جاییه که با تلفن جواب میدن. به شوخی بهش میگم آقا شما از این زندان به اون زندان. آقای ایران بومی سلام به شما، خیلی ممنون که با ما هستید. ما صدای شما رو نداریم، بذارید ببینم که میگه اصلا نیستید، isn't online، فکرم میگه is online، میگه شما نیستی هنوز. ببینیم که کجاییم. آره، چون صبح من امروز اینا رو تنظیم کردم همه چی، دوباره می‌نویسه که سید isn't online. آقا لطفاً توهین نکنید. به کی توهین نکنیم؟ Look who is talking. از صبح تا عصر داریم همه توهین میکنیم، حالا میگه آقا لطفاً توهین نکن. چشم، ببین چه پسر خوبی هم من. میگم چشم، شما وقتی یه چیزی میگی برو اون مقاله رو بخون قبل از اینکه نظر داده بودی که من چی نوشتم. و یکی اون خانم هست، یکی یه خانم دیگه هست که از 8 سالگی رفته بوده و اونم نماینده بود و حتی تهدید به مرگ هم شده. خب ببینیم که کجاست این آقای. خب میخواین ما اینو باز میذاریم هر وقت ایشون اومد. هلو، آقای ایران بومی هم انگلیسی بلده، هم آلمانی بلده و هم شاعره، هم نویسنده است. ولی من توی این فاصله این آگهی رو به شما نشون بدم که برای روز پنجشنبه 31، نه بذار ببینم، پنجشنبه 30، پنجشنبه 30 ماه می
اینجا روی صفحه مردم تیوی هم شما میبینید Select Area، اینجا یه کمی من نمیفهمم این فیسبوک و اینستاگرام، مثلا اینستاگرام عکسار عمودی، این یکی عکسار افقی و خیلی دیگه دراز، مثلا 800x300 عکس 8:3، خب معلومه از این وریش اینجوری دراز میشه، چی میگن طولش زیاده عرضش کمه، از حالت مستطیلی و قابل خوندن نیست. سخنرانی و گفتگو، نقش دادگاه در جامعه بی پدر، ایشون باید به نظرم این وش جوامع بی پدر، چون کشورهای دیگه هم الان متاسفانه این مشکل پیش آمد. جنبش مردان روز پدر را در پنجشنبه 30 ماه می در دانشگاه فرانکفورت با سخنرانی و موزیک و شام و شیرینی و شربت جشن می گیرد. Happy Father's Day، روز پدر مبارک. نمیدونم حالا این آقای ایران بومی معمولا از تقویم یو این سازمان ملل به اصطلاح این روزها رو دنبال میکنن و میارن، نمیدونم اینم روی سازمان روز سازمان ملل هست روز پدر، یا توی آلمان هست این روز، یا تقویم ایرانی. اینجا من فقط میدونم که هی روز مادر روز پدر فلان اینا، برای که یه مشت آشغالی بفروشن به مردم، ملت هم صبح برن رستوران all you can eat brunch لانچ، میگن صبحونه و نهار اینقدر بخورن که شبم نتونن چی بخورن. البته برعکسه، وقتی زیاد چی میخوری بعد زودتر گشنت میشه، خب خودت هم زحمت کشیدی شکمتو بزرگ کردی آماده. و اما میگه که کجاست دکتر ایران بومی، روی وبسایتشون هم میتونید باشون در تماس باشید، iranbumi.com، و شماره تلفنشون رو اینجا نمیبینم. نوشتن لطفا برای رزرو جا با ایمیل دفتر وکالت تماس بگیرید. به نظر من باید اون ایمیل رو هم اینجا می نوشتن، چون مردم کم حوصله هستن این روزا و شما نمیتونید پاسشون بدید. همونجوری که اون روز اون اپ ناو یا آی سی سی رو بهتون نشون دادم و به دوستمون آقای حمید احمدی پیشنهاد کردم که آقا دیگه وقتی میزنی رو این باز آقا بانک نمیدونم بانک آف امریکا، وقتی دیگه شما اپش رو گذاشتی یعنی اینقدر شناخت داری مشتریش هستی اپش رو گذاشتی، حالا وقتی میزنی درست تبلیغ اون پایینه ولی دیگه برای رفتن به اکانتت هی اینو بزن اونو بزن نداره. امروز باز زدم ناو رو نگاه کردم، دیدم 4 تا 5 تا کلیک 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 باید بکنی تا برسی به فیلم. متاسفانه فیلم ها هم که یه سری نشستن ترجمه میکنن همه صداها یکیه و ترجمه و اون هنر دوبلور بودن و اینا که در ایران خیلی اون موقع ها شاید هم چون جای دیگر رو ندیده بودیم به نظر اون میبرد که اینا کار شاقی انجام میدن، خیلی قشنگ انجام میدادن، الان خیلی بد شده. یعنی اون دیالوگ یا گفتارشون با حالت هنرپیشه نمیخونه، صداها با هنرپیشه نمیخونه. فکر کنم اینا رو با دستگاه ترجمه میکنن، چون شما میدونید که دستگاهی هست که فیلمای اسپانیش رو انگلیسی رو به اسپانیش یا اسپانیش رو به انگلیسی ترجمه میکنه. خود آمریکایی‌ها میگن بعض وقتا فیلما رو که میبینیم خودمون داخلش هستیم ولی صدامون یه جور دیگه هست و اینها خندمون میگیره. یه بار دیگه زنگ میزنم به آقای ایران بومی، اگه نبودن دیگه میذاریم ایشون با ما تماس بگیره. قدیما میگفتن تا سه نشه بازی نشه. بله میگه ایشون اویلیبل نیستن. بذارید ببینیم روی فیسبوک چی، روی فیسبوک هم نمیذاره تماس بگیرم مگر اینکه برم از کروم استفاده کنم، اونم چون با کروم داریم برنامه لایو فیسبوک رو میفرستیم اشکال ایجاد میکنه و میرسیم به اون موضوعی که اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی. تشکر تتلو از رئیسی بابت دفاع از او. تتلو که میدونید یه خواننده‌ای بود که آمد و گل کرد و حتی نامزد رئیس جمهوری که اون موقع این آقای رئیسی بود از این استفاده کرد برای
تبلیغ‌های انتخاباتی و به اصطلاح جلب و جذب جوانان، بعد یک موجود کثیف و آشغالی که از خودش آشغالتر من ندیدم تو ایرانیا. و بعدم الان یه روز میره نمیدونم کجا رفته بود، تاجیکستان، بعد میگه میخوان بگیرنش راش ندن ایران فلان. خلاصه از اون زندگی هایی داره که هر روز شما منتظری که اینم یا خودش شوت کرده باشه یا یکی دیگه کشته باشدش، چون آخر عاقبتی نداره. میگه امیر تتلو میگوید من اتهام اشاعه فحشا داشتم و همین صحبت آقای رئیسی به عنوان یکی از بزرگان قوه قضاییه به من ثابت میکند که بیگناهم. بدبخت، میخوان بکشنه ایران دهنتو سرویس کنه. میگه try with messenger. آقا فرخ گوش دادی؟ ما یه ساعت توضیح دادیم messenger یه پروگرامیه مال فیسبوک، گفتیم که بذار با فیسبوک تماس بگیرم. بعد گفتم نه، وقتی بخوام با فیسبوک تماس بگیرم فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر نمیذارن اون چت و اینها رو داشته باشی، باید بیای کروم. کرومی که داری چون این یکی کرومو گذاشتی برای لایف فیسبوک، یکی دیگه باز میکنی قاطی میکنه. اصلا خوبه، حالا کم کم شما هم انشالله این کارا رو وقتی خواستی تماس بگیری و یه دوستید اونجا منتظر بود و اینها، یه مقداری این دوستان باید لطفشون رو بیشتر کنن اگر یه وقت قرار دارن. میدونم بله ایشون تو مسافرت معمولا تو قطار، دیدید حتی زنگ میزنن بعض وقتا قطار رو نشون میده که با سرعت 300 کیلومتر داره میره، ولی ماها باید به قرارمون، به قولمون، به حرفمون احترام بذاریم، چون اگه نذاریم که میشیم همون که واعظان که این جلوه در محراب و بر منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. میگه که بله ثابت میکنه ایشون بیگناهه. خب بیگناه بود. میگه کلیپ اول رو ببینم چی گفته این سعید، یک کلیپی برای ما فرستاده، کلیپ ویدیو رو که اول بود نگاه کن، موزیک. آها تو تعطیلات، آهان همونه که فوش میده و اینا. این اصلا قابل، به نظر من حیف وقت شما، حیف وقت من، احترام به بینندگان، اصلا نباید ما همچین موجود کثیفی. خودت یادم دادی گفتی آقا یه چیز آشغال بوگن میده، ما معمولا یه چیزی که بو خوب میده میگیم نگاه کن عجب بوی میده این گل یاز، ولی اگر تپاله گاو باشه بر نمیداریم که اولا دست خودمون رو کثیف کنیم، بعدم بگیریم جلو سعید بگیم بوکن. تازه اگه سعید بکنه یه لغت هم میزنه میگه مردک این چیه دادی به من بکنه، بنداز دور، دستت بندازش دور. این تتلو و حالا همون رئیسی هم، همون هم باید انداخت سطل آشقا. خب این از این. و حالا تا وقتی که آقای شهرام ایران بومی با ما تماس بگیرند، ما براتون این نوشته ها رو که اینجا هست میخونیم. تأکید دوباره آمریکا برخواست مذاکره مشروط با ایران. خب این میگه مذاکره مشروط، بعد شونا میگن حالا مشروط نباشه بیان، چون اگه کسی بخواد شرط و شروط بذاره که دیگه مذاکره نمیخواد، میرن مذاکره که تو شرط و شروطاشونو بگن. تأکید دوباره آمریکا، ببینیم که این بار چی گفتن. و وزارت خارجه آمریکا میگوید مذاکره با ایران مشروط به پذیرش 12 شرط تعیین شده برای ایران از سوی رهبران این کشور است. مشاور امنیت ملی آمریکا نیز اختلاف نظر میان او و دونالد ترامپ در مورد ایران را رد کرده است. آقا این دیوانه است جان بولتون. خب تو میگی اینجوری، اون میگه اینجوری، میشه اختلاف نظر؟ ساعتی پس از آنکه وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره با آمریکا نمی‌بیند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها و کارزار فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد یافت. ایران ادعای بولتون درباره حمله به کشتی‌های فجیری را رد کرد، که این خبر نسبتاً قدیمیه. بریم سراغ بعدیش. بله میدونید که بولتون گفته که این انفجارها و اینها ممکنه مینهایی که ایران گذاشته تو اون منطقه اینا باشه، که خب چه باید کرد؟ شما که اینقدر پیشرفته هستی یک ناو بفرست این مینا رو منفجر کنه.
و این کار قبلا انجام دادن، یه چیزایی حتی ماشینایی ساختن که ماشینه یه چیزی مثل آرم داره، یه دستی مثل آرم داره، رو زمین میره و اون منفجر میشه که آدم یا به اصطلاح ماشین و این چیزا تلفات نداشته باشه. شما یه چیز اینجوری درست کن تو دریای تو خلیج فارس بفرست و این مینها رو پیدا. نجفی گفت یک نهاد تماسهای مرا شنود میکرد و به همسرم میداد. خیلی جالبه ها. وزیر حکومت آخوندی، شهردار سابق تهران، حالا میاد میگه این حکومت آخوندی با همسر جدیدش وزارت اطلاعات رابطه داشتن و حرفهای اینها رو شنود میکرده به همسرش میداده. یکی بگه آخه مردک، تو با داشتن همسر اول، با داشتن همسر دوم دیگه چه حرفایی داشتی که نمیخواستی اینا بفهمن؟ که اگه اینا بزرگترین اسلحه رو به اصطلاح وزارت اطلاعات برای تو این بوده که حرفاتو بره به این زنه بده. صحبت از اسلحه، این آقا وقتی که وزیر بوده، اون موقعی که وزیرها رو چپ و راست ترور میکردن، به اینا اجازه حمل اسلحه دادن و از 14 سال پیش تا حالا این هم اسلحه رو نگه داشته و میگه 12 سال بود که اصلا سراغش نرفته بودم، ولی اجازهش رو هم نرفته چیز کنه. اون وقت انقدر اونجا خرطوخره، اونا هم نگفتن این اسلحه کجاست. والا ما یه تیر که شلیک میکردیم وقتی میرفتیم، حالا صورت جلسه و اینها که شده بود، افسر نمیدونم چیز اونجا بود و اینا مینوش هیچی، بعد اینا رو که تحویل میدادی این چی میگم تحویل میگفتن، تحویل میدادی، میگرفتی، میستدی اینجوری. خب نجفی یک نهاد. خب اختلاف نظر بین مرکل و مکرون برای تعیین رئیس آینده کمیسیون اروپا. بهتون گفتم این ترامپ آمریکا رو که خراب کرد هیچ، دنیا رو هم به کمک استیو بنن و دیگران داره خراب میکنه. یکی نمونهش همین که توی کشورهای دیگه اسپانیا، ایتالیا، یکی یکی تندروا دارن انتخاب میشن و اینایی که یه مقداری میان رو هستن، معتدل هستن، لیبرال هستن، مثل رئیس جمهور فرانسه یا صدر اعظم آلمان، اینا دارن بوق خطر رو به صدا در میارن. اون ترسا می هم که همینا نابودش کردن، نه این لیبرالا، اون تندرو. و میگه که اینها، براتون بخونمش اصلا، این خبر جالبیه. میگوید خب 15 دقیقه ما وایسادیم و از شما خبری نشد. آمریکا یا وقتی میرن نهار طولانی میشه، میگه شد 3 مارتینیز لانچ، یعنی تو رفتی یه ساندویچ بخوری بیای، ولی رفتی اونجا 3 تا مشروب، مشروب مارتینی هم که میدونید خیلی غلیظه. البته ما رمزونه راجع به نوشیدنی چیز نگیم، ممکنه ما حواس کنیم. چایمون هم سرد شد، برای افطاری خوبه. خب بذار ببینیم آقای ایران بومی هستن یا نیستن. ببینید صدایی که به تلفن ایشون زنگ میزنه. نه بازم نوشته isn't online، یعنی اصلا نیست. ما رو روشن میذاریم، اگه آمدن تماس میگیرن، اگه نه ما امروز برنامه رو 3:30 تعطیل میکنیم که چون زودتر شروع کردیم زودترم بریم. زود آمدیم و زود رفتیم. بعضیا زود میان دیر میان، میخوان زود اوسا بشن، ولی ما از این وری هستیم. بله اوکی. تو تعطیلات آهان میگه ویدیو در مورد اینه که دخترها دورش میرقصن. خب حالا نشون میدیم، یک حظ بصری هم ببرن این دوستان. بله اولا شما، ما نمیدونیم این خالکوف کوبیدن یا خالکوفتن اصلا درسته یا نیست. من خودم نمیکوبم، وقتی کسی نمیکوبه یعنی به نظر من درست نیست. چون اونجوری که ما بزرگ شدیم اون وقتا اینایی که خاطی بودن، زندان رفته بودن، اینها خالکوفته بودن. بعد دیدیم نه، هنرپیشه و اینها تا اون موقع هم که ما تو ایران بودیم حقیقتش تو ایران اونجور را نیفتاده بود، ولی الان تو ایران هم هست. ولی اینایی که دیگه به این شدت و حدت، شما این آقا رو اگه بشه اسمش رو آقا گذاشت نگاه کنید. حالا اگر به زندگی اینا دقت کنید،
اینا حالا زن که نداره هیچی، دوست دختری هم که داره یا داشته همش دعوا و ماجرا و اومده به خاطر معروف و مشهوری، بعد دیدی نه بابا اینم پوکی نیست ولش کرده، بعد اینا همدیگر تهدید میکنن اینا. یعنی این بدبخت ها یه زندگی برای خودشون ساختن به دست خودشون، جهنم، و خودشون هم هیزم میارن، خودشون هم بنزین میزن، خودشون هم کبریت میزنن. این ویدیو رو من قبلا از طریق بی بی سی دیده بودم. حالا خود اون آقایی هم که میره مصاحبه میکنه، اون کلاه و اون پر و این نمیدونم انگشترهای اینجوری، میگم که ما میگه نه به آن شوری شور و نه به این بینمکی، ما از این وری چون از اون وری به این وری شدیم، نمیدونیم چه باید کرد. اصلا ممنونم. بله همین ویدیو ها چند تا دختر رو میارن، این شما تو هالیوود، حالا دیگه اینترنت، مجله رو اون وقتا که باز میکردی کلی آگهی بود از اینایی که میگفت دختری میخوان مثلا 18 ساله که نقص فلان رو بازی کنه، این میخوان، این میخوان. وقت تو خیابون همون هالیوود و اینا که میری، خیلی ها همینجور سرگردانن، نصفی هاشون فراری از خونه و خانواده، نصفی هاشون سنا رو دروغ گفتن، با شناسنامه خواهر و اینا اومدن بزرگتر که بتونن کار بگیرن اینها، بعد اعتیاد و این چیزا قوغا میکنه. حالا شما به چهار تا از اینا بگو که من میخوام یه فیلمی پر کنم، اگه شما قبول شدی به 500 دلار میدم. حالا پولش ندی یا، ولی میاد فیلم میگیره فلان اینها میره. و امروز بود یکی از دوستان برای من یه آگهی فرستاد، گفت که آقای سوربی شما که راجب هلند صحبت کردی اینها، ببین که در همین آمریکا چجوری آگهی میده، میگه که ما یه کسی رو میخوایم 18 ساله تا 30 ساله 250 دلار هم میدیم، 400 دلار هم انعام میگیره برای که بیاد فیلم سکسی بازی کنیم، ادالت فیلم یا ادالت ویدیوز. آگهی میده، یعنی قانونیه. اون که بهتون میگم این زن ترامپ شارلاتان قبلا اسکورت بوده، یا قبلا اون فیلمای فیلم نه ولی عکسای لختی هست، من فیلمی ندیدم که اصطلاح توی ادالت ویدیو شرکت کرده باشه، ولی اینا براشون اصلا اشکالی نداره و روزگار غریبیست. I send a message to Dr. Iramumi. If he gets it, he will call you. خیلی ممنون، متشکرم، دمت گرم. به این میگن کارگردان فنی. منی که اینجا گیر سعید و این و این هستم، شما که اونجا نشستی زنگ میزنی میگی آقا کجایی؟ جالب اینه که ایشون برای من نوشته بود 30 دقیقه دیگه با شما هستم. حالا احتمالاً باز این ساعت‌ها اشتباه شده. ببینید من برای ایشون نوشته بودم ساعت 9 شب به وقت فرانکفورت با شما خواهیم بود، بعدم ایشون نوشته بود بسیار عالی 30 دقیقه دیگه با شما هستم. پس یعنی نمیدونم. تتلو is کروک. کروک، بله کروک، آدم های شارلاتان و متقلب و میگن اینها. خب خودت گفتی دور همه اینا میرسن، این هم ویدیوزی که خودت گفتی، نه این یکی نیست. حالا تازه این یک کمی چون خیلی نارسیسیست هست، خیلی خودشیفته هست، بیشتر رو خودش به اصطلاح دوربین و اینها رو منعکس میکنه و نگه میداره. برید ویدیوهای دیگران رو ببینید، ویدیوها آقایان مسنی که طرف 70 سالشه، حالا موهاش رنگ کرده این پر کلاغ سیاه، بعد میاد دخترهای 15-16 ساله‌ای که بهتون گفتم با شناسنامه‌های خواهرش، این اسپانیشان بعضی هاشون مثل خوزستانی های ما که مثلا دختره 15 سالش بود به نظر 18 ساله 20 ساله میمد، اینا هم بعضی هاشون اینجوری هم بسیاری در از کجا اومده باشن، اینا رو جمع کرده دور خودش. آقا تو 70 سالت خجالت بکش، این موزیک میخونی، این شعر رو میخونی و فلان اینا، بعد یا آهنگ غمگین میخونن، اون دختره داره برای خودش میرقصه، چون موزیکی هم که میزنن موزیکی با شعر و ریتم و لیریک و متن اینا جور نیست که 6-8 روشن کرده دادای دادای دودوم دوم دودوم دوم دودوم دوم دوم، بعد اون میخونه آخ از روزی که تو رفتی چه شد چه شد چه شد، دخترم اینجوری میکنه. آقا این داره ماتم میگیره، میگه از روزی که تو رفتی چه شد، دختره میگه هیچی نشد، به جای یه خانمت حالا 8 خانم اومده اینجا. اصلا خنده داره، گریه داره حقیقتا. بله
اینم از این. و باز براتون بخونم، خیلی ممنون. مینهای آبی، از همون ویدیو بعد میام. ها، مینهای آبی، اینم عکس مینهای آبی است. یه بارم آقای آریانپور تو برنامه درباره مینهای آبی توضیح دادن و گفتن یکی از مشکلات این مینها اینه که خیلی سریع میتونن کار بذارن. شما ببین، مینهای زمینی رو باید برن بکنن، بذارن، قایمش کنن، ولی این مینها رو میتونه یه قایق را بیفته، همینجور پشتش اینا رو رها کنه، همینجور بره، بعد دیگه خودشون هم میدونن اینا کجا رها شده، بس دیگه به اون سنگینی و اینا چقدر از آب بره پایین که نبینن، بزنن بهش و الی آخر. آقای نیساری نوشتن به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمد خرسند، امام جمعه کازرون، حوالی سرگاه چهارشنبه 8 خرداد در مقابل منزل خود توسط فردی به ضرب چاقو مضروب شد. بله، یه آقای 40 ساله‌ای ایشون رو با چاقو زده و زنده بوده، ولی وقتی رسوندنش به بیمارستان در راه کشته شده. بله، بدبخت اینایی که آمبولانس اینا هستن، گفتم لابد اونا اکسیژن نذاشتن رو صورتش، نتو گذاشتن. امام جمعه کازرون به ضرب چاقوی یک مهاجم سحرگاه امروز کشته شد. خب آمریکایی ها وقتی یه چیزی اینجوریه، مثلا مال 50 ایالته، میگه 1 down 49 to go، یعنی یکیش تلف شد، حالا 49 تای دیگه مونده. حالا تعداد آخونده یا تعداد امام جمعه های چیز چقدره؟ البته خب کازرون شهر بزرگی نیست که، ولی اینا بعض وقتا ممکنه، مثلا میگن همین آخونده مثلا میبینی زن طرف رو غافل کرده، یا جوکایی داشتیم که به طرف میگه آقا این کاری کردی زنت باطل شده، زنت برات حرام شده، میگه با چیکار کنم؟ میگه با طلاقش بدی. میگه خب زنش دوست دارم فلان، نه، میگه طلاقش میدی، بعد یه محلل پیدا میکنی. میگه حالا من به کی اطمینان کنم محلل؟ میگه خود من میام محلل میشم. بعد آخونده محلل میشد، طلاق نمیداد. شاید ماجرای اینجوری باشه. ببینیم ببینیم چی میشه. این آقای نیساری یک جمله ای رو به صورت شعار، این برای اسلوگن انتخاباتی بذاریم، دنیای بهتر با آخوند کمتر. شعار دوره شاه هم این بود، فرزند کمتر آسایش بیشتر. اون وقت خودش پنج تا بچه قانونی و شناسنامی داشت، چند تا غیر قانونی و غیر شناسنامی. پس آقای شاه هم چی بود؟ آقای شاه هم همون واعظی بود که واعظان کین جمله بر کجا میکنن؟ محراب و منبر میکنن، بر تخت و بر منبر میکنن، چون به خلوت میروند با آقای علم کارهای دیگر میکنن. یه نوشته بود، چون ماه رمضونه، علم تو کتابش نوشته که آها، میگه کازرونی عیبی نداره، حقش بوده. منظور اینه که کازرونی ها آدم های بدن، یا این یکی آقای خرسند رو شما میشناسید؟ خرسند بود فاملیش میست که، بله، حجت الاسلام محمد خرسند. خب چی داشتم بگفت؟ آقای علم میدونید که شغل رسمیش جاکشی بوده، پااندازی بوده. برای خیلی جالبه، ما این شاه چند تا جاکش داشته، از ارچی زاهدی گرفته، اینایی که الان ما میدونیم، اونایی دیگر که نمیدونیم بمانه. و گویا برای شاه یک خانمی میاره، یک دختر جوانی میاره، و شاه وقتی شب رو با این میگذرونه میگه که تکه خوبی بود، ولی چه حیف. میگه چرا؟ میگه برای که شب قدر بود. و آقای شاه ببینید چقدر اسلام پناه بوده، شب قدر با خانمایی که براش می آوردن همخوابی نمی کرده، فقط از حضورشون بهرمند می شده و استفاده می کرده. روزگار غریبیست نازنین. آقای ایران بومی عزیزم، ما به شما تماس گرفتیم، نبودی روی فیسبوک به تماس بگیرم یا روی یا اسکایپ؟ اسکایپتون که زنگ می زنم تلفن جواب میده. آها، send and attachment، ببینم شهرام چی فرستاده. اوکی، اینجا نگاه کنم.
نیم ساعت دیگه. خب اون که ساعت 2:46 بوده، نیم ساعت دیگه میشه یعنی 3:15. حالا سمینار حقوقی به مناسبت 15 می روز جهانی خانواده، اینم که گذشته، بذار من یه زنگ دیگه بزنم، اگه نشد میذاریم. آها نه، اینم فر نکرد، اون دیمبل دیمبل چیز نمیکنه اسکایپ. نه مینسه اویلیبل نیست، پس من اسکایپ خاموش کنم. شما آقا تلفنت یا هر چی که نزدیکته اسکایپت خاموشه رو، منم اسکایپ خاموش کردم، بذارید با چیز بیام سراغتون، گوگل کروم و چی اسمشه بگید، فیسبوک. بارها گفتم چقدر خوشحال شدیم، گفتی آقا با واتساپ هم میتونیم تماس بگیریم، ما با اسکایپ هم میتونیم، با ویما هم میتونیم، با اون هم میتونیم، با گو تو میتینگ هم میتونیم، با نمیدونم تیم ویور هم میتونیم. هی اینا زیاد شده. حالا شانس این که من بتونم با شما ارتباط برقرار کنم، اگه 10 تا دستگاه میشناسیم شده 10%، 1/10 اینا. ولی اون موقع یه اسکایپ بود یا یه تلفن بود، اگه این نبود اون بود، میشد 50%. حالا ببینیم که چه شود اگر شهرام ایران بومی ما تماس بگیریم. هر کدومش هم یه صدای مخصوص خود میده، رینگینگ. دیدید ما به قایم باشک به اشتباهی میگیم قایم موشک، قایم باشک یعنی قایم باشه اون یکی پیداش کنه، اینجا بهش میگن هاید اند سیک، یعنی اول تو قایم شو اون بگرده دنباله. فکر کنم آقای ایران بومی از قایم باشک بازیش خوشش میاد، اون قایم میشه، ما باید هی تو این سوراخ های مختلف فیسبوک اسکایپ اینا. نه آقا ایشون لابا دادگاه آدگاهی چیزی داره یا یه کاری که فکرش رو نمیکرده پیش اومده. ول میکنیم، دوشنبه با ایشون صحبت میکنیم که اگر فیلمی هم باشه از اون جشن یا این، ولی یه بار دیگه من یه بهتون نشون میدم، اگر مایل بودید و وقت داشتید و آزاد بودید حتما برید اینجا بپیوندید به این دوستان. البته من میخواستم ازشون سوال کنم آقا چرا شما نوشتید جنبش مردان و آیا این تفرقه نمیندازه بین آقایون و خانم ها که متاسفانه ارتباط برقرار نمیشود. کامرای 3 یه بار دیگه من این پوستر رو، و ای کاش وقتی ایشون پوستر درست میکرد چند تا اندازه درست میکرد، یکی برای تصویر تلویزیونی، یکی برای اینستاگرام، یکی برای بنر، یه جایی اگه بخوان آویزون کنن، یعنی فلایر، پوستر، بنر و الاخر. سخنرانی و گفتگو، نقش دادگاه در جامعه بی پدر، روز پدر مبارک، هپی فادرز دی، جشن، ببخشید، جنبش مردان روز پدر را در پنج شنبه 30 ماه می در دانشگاه فرانکفورت با سخنرانی و موزیک و شام و شیرینی و شربت جشن میگیره. فرانکفورت 30 می. وبسایتشون هم هست www.iranbomi.com. اجازه بدید که من صفحه فیسبوک ایشون رو هم مثل همیشه بهتون نشون بدم، اونجا هم میتونید باهاشون در تماس باشید. شهرام ایران بومی و ایشون دو تا صفحه دارن و اینه. آها ببینید، حتی تو صفحه خودشون هم این عکسی که درست کردن درست جا نمیفته. ببینید دلیلش اینه که اینو میگم، این عکسه میبینید بالاش نوشتش پیدا نیست، دلیلش اینه که این از 800 و فکر کنم 830 به 300 یا 812 به 300 یه چیز اینجوری، عدد بی خود. مثلا ما داریم تو کارهای فتوشاپ و اینا میگه 500 250 400 300 600 1200 900 16 900، اینجوری داریم. ولی یه دفعه اومده میگه بهترین برای کاور پیج هست 813 312. این هم همین دیوونه بازی های اینه. خب من نمیدونم، شیراز میگن چپش بگیره، نمیدونم، نمیتونم بخونمش، اینکم دوره برای من.
در صورت اینم از این وبسایتشون به اسم خودشون شهرام ایران بومی و اینجا هم نوشتن شهرام ایران بومی، میتونید از این طریق باشون تماس بگیرید. من فکر کنم تماس فیسبوکی این روزا آسونتر از وبسایت و اینها باشه و من که برام میاد که روز به اصطلاح وبسایتتون رو دیدیم، اگه میخواین ما میگم دیگه کی از وبسایت استفاده میکنه. کال بک، آها اوکی، پس هستید شما. من باز کنم دوباره تماس بگیرم، یک لحظه گوگل کروم اینو بیاریم اینجا، فیس تایم. این آقای ایران بومی خیلی هم خوش سلیقه است برای خوراک و رستوران و اینها، بعضی وقتا یه جاهایی میره یه عکسایی میگیره برای من میفرسته که حالا سعید از من گله و شکایت میکنه، اگر دوست آقای ایران بومی بودی چی میگفتی که این عکس ها رو میندازه با اون خوراک های خوشمزه ایرانی، مخصوصا بعضی از چیزهای آلمانی هم هست اونجا. آقای ایران بومی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. جان سوربی درود بر شما، امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشین در هر جای دنیا گردید. شما با فیسبوک نمیخواین با تصویر بیان من همون صفحه فیسبوکتون رو نشون بدم؟ والا مجبوریم به این طریق بدید جلو که شما بفرمایید، والا این اینترنت من ضعیفه. باشه، هیچ اشکالی نیست. من گفتم به دوستان چون بله گفتم چون شما معمولا در زندان هستید و در قطار هستین و بعضی وقتا هم در رستوران هستید و اینها، بهتره که با اونا نریم دهن ما آب نیفته، مخصوصا این ماه رمضان. آقا جان این جنبه یه مقداری راجع به جنبش مردان برای ما صحبت کنید و این برنامه‌ای که شما فردا شب دارید در دانشگاه فرانکفورت. من اون وقتا این منزا بود چی بود می اومدم اون های ما اینای بچه ها که از وقتا هم خوراکای ارزون می خورد. بفرمایید ببینیم که کجاست. شما گفتید با وبسایتتون تماس بگیرن، با فیسبوک چی؟ با فیسبوک هم چک میکنید کنترل میکنید یا من وبسایتش؟ نه، تو وبسایت خیلی راحت تره، www.iranbumi.com. در جا ما جوری امکانتو گذاشتیم که هر کی میتونه از هر جای دنیا خیلی راحت با ما تماس بگیره و برای این سمینارها که سه تا سمیناره، یکی نیستش که شما فرمودین، دو تا هم در هامبورگ این آخر هفته، که چگونه وکیل خود باشین برای افرادی که در مدیریت هستن، در مدیریت شرکت یا پزشکان یا مهندسی. ما سمینار هم داریم مخصوصا اونها چجوری باید مواظب باشن اگه با کارمندانشون مشکل پیش اومد، اگه با اداره مالیات مشکل پیش اومد، با مستاجرشون مشکل پیش اومد، اونا هم حق دارن به عنوان افرادی که در جامعه مسئولیت دارن بدونن که چجوری با این مسائل بتونن سریع برخورد کنن. این یه سمینار جداگانه هست. چون یکیش مال ماه می بود آقای ایران بابی، چون یکیش مال 15 می نوشته، من فکر کنم این گذشته نوشته مناسبت اون هست، ولی پایینش تاریخش نگاه کنی پایین اون پلاکارد توضیح داده شده. بله بله خب پس من ساکت میشم، شما درباره این سه برنامه به ترتیب روزهاش برای ما بگید. بله بله به ترتیب روزهاش بسرین که همین که الان شما پای خط هستید کجا هستم، یه چندی ماه بودش که با هم در تماس نبودیم و همونجور که میدونیم کار ما بیشتر کمک های مربوط به مثلا حقوقی اجتماع هستش و در این رابطه وقتی که ما فعالیت میکنیم میبینیم که مسائل حقوقی خیلی وقتها به مسائل روانشناسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، ایدئولوژی ربط داره و در این سمینار رو سعی میکنیم که یه آقای ایران با مستدای شما قطع وصل میشه، الان هم قطع شده. من قطع میکنم دوباره تماس میگیرم، امیدوارم این بار ریدای جایی هست
هستن که اینترنتشون مشکل داره. ما قطع میکنیم که ایشون تماس بگیرن. بله من اینو بعد متوجه شدم، چون نوشته سمینار حقوقی به مناسبت 15 می روز جهانی خانواده، من فکر کردم این 15 می انجام شده. اتفاقا برای ایشون نوشتم که اگه امکان داره فیلمشو برای ما بفرستن و هنوز اجرا نشده. اینم 30 می هست، 30 می فرداست و الان مخصوصا با این داستانهایی که گفتیم و راجع به اون آقای شهردار سابق ایران تهران، آقای نجفی و اون خانم چی بود فامیلش، خانم میترا استاد و اینها، بد نیست که اینا را آدم بدونه، مخصوصا این افرادی که از ایران خارج شدن آمدن. به قول قدیما میگفتن رفت چند تا خانم مبور دید، عقلشو از دست داد. حالا که الحمدلله تمام ایرانی ها خانم ها موهاشون رو بور کردن و دیگه اون مشکل برطرف شد. ببینید چقدر ما ایرانی ها بلدیم مشکلات رو برطرف کنیم. بله به احتمال زیاد آقای ایران بومی این مشکل اینترنت هست، نمیتونن تماس بگیرن. من این یه تاریخ دیگرم ببینم. بله چگونه وکیل خود باشیم؟ افراد مسئول در جامعه مانند پزشکان، مهندسان و مدیران نیز ممکن است اشتباه کنند. این اشتباه گاه ناچیز است و گاه میتواند زندگی دیگران را تغییر دهد. در سمینار دکتر ایرانبومی شما با روش‌های حقوقی آشنا می‌شوید که چگونه از حق خود در جامعه دفاع نمایید در زمانی که به شما به ناحق تهمت زده می‌شود. دکتر ایرانبومی وکیل دادگستری، وبسایتشون هم هست iranbomi.com. بهتر ما دیگه این www نقطه و اینها رو نگیم، چون الان همه دیگه میدونن که حتی بدون اینها هم اگه شما تایپ کنید، چون هم گوگل سرچ، هم بینگ، هم یاهو، هم اون سرچ باکس، خود اینها میدونن. اصلا لازمم نبوده از روز اول، من یه مقاله خوندم راجع بهش که این World Wide Web کار بی خودیه و میگفت شما میدونید در روز چند اصلا میلیون که چه عرض کنم، تریلیون که چه عرض کنم، ملت میزنن هی www نقطه. خب این 4 اضافیه، اینا رو میتونستن بردارن. چرا هنوز برداشته نشده من نمیدونم. البته با آمدن اپ و با این که حتی چیزای کامپیوتر معمولی هم به اصطلاح اپی شده و به اپ پیوسته، این مشکل دیگه حل شده، چون دیگه شما اپ رو تلویزیون رو کامپیوتر داری و اونجوری به اصطلاح با دیگران ارتباط برقرار میکنی. سخنرانی و گفتگو، نقش دادگاه در جامعه بی پدر. جنبش مردان روز پدر را پنجشنبه 30 ماه می در دانشگاه فرانکفورت با سخنرانی و موزیک و شام و شیرینی و شربت جشن می گیرد. هپی فادرز دی، روز پدر مبارک. و این را هم وبسایت رو بهتون نشون بدم، iranbomi.com. ما بگیم به عنوان کسی که الان می خواهیم بریم اونجا بنویسیم iranbomi.com و ببینیم که ببینیم. مثلا من اون www رو نزدم، خودش اصلا اون هایپر تی تی پی اس اینا آمد و صفحه سکیوری هم هست. میدونید اینایی که یه اس پشتش داره یعنی سکیور هستن، که البته اونم بعدن گفتن همه اینها مغازه‌ای بوده که این آیتی ها و اینا باز کردن که از مردم پول بگیرن. و این صفحه میگه تماس با ما، کانتکتم به آلمانی نوشتن، اینو که کلیک میکنین میبره شما رو تو این صفحه. مثلا من حالا اینجا مینویسم سوربی، بعد نوشته بود فول نیم، دوبار مینویسم کلک میزنم، ایمیل ادرسم مینویسم usa.sorbi@gmail.com، تلفن هم 202 خط فاصله 695-25-73. اینجا می‌نویسم که Your internet was not good. Your internet was not good. برایشون می‌فرستیم. اینا
آها، بعد مثلا اینجا نوشته یک به علاوه یک میشه چند، شما می‌نویسید دو. این میخواد ببینه که شما کامپیوتر نباشی، ربات، کامپیوتر نه، ربات نباشی، کارت این باشه که به وبسایت های مردم الکی چیز بفرستی، درخواست بفرستی. من فکر میکردم که اینها برای ایونتشون باید یه صفحه داشته باشن مثل RSVP. حالا بذارید من باز برگردم، بعد به نظر من ایشون وبسایتش اون هوم پیج رو باید روی کانتکت هم بذاره. بله، مشاوره حقوقی فامیلی. ها، من میدونید چون که شیرازی هستم و تنبل نیستم، دوست دارم کار کمتر انجام بدم و بیشتر از وقتمون استفاده کنم، یکی از شغلایی رو که خوب میتونم انجام بدم عیبیابیه. یادم سالها پیش، ما اوائلی بود که اصلا 1998 کیک میرفت، این آقای محمد علی ابوقداره وقتی که چیزا رو میذاشت، مصاحبه رو میذاشت، آخرین مصاحبه میرفت اون پایین. یه روز بهش گفتم که آقا اون کسی که میاد تو وبسایت شما نگاه میکنه میبینه شما مثلا مال سال 1900 به شوخی یا زمان لینکلن مثلا، یه اینو نگاه نمیکنه، باید آخرین بیاد بالا. ایشون به من یه چیزی گفت که خب نسبتا درست بود، ولی بعد روش رو عوض کردید. با وجودی که درسته، برای صفحه اینترنتی به درد نمیخوره. ایشون گفت اگه ما اینجا بنویسیم آرشیو، اینجا بنویسیم آرشیو، میدونید که کامپیوتر و اینا مثل هم کاغذ، بعد اینجا بنویسیم برنامه سربی با مردم مثلا دیروز، این میاد بالا. بعد اینجا بنویسیم برنامه، شما میبینید برنامه سربی با مردم امروز، خب برنامه امروز میره پایین. گفتم بله، کاغذ رو نمیتونیم سر و ته کنیم، ولی کامپیوتر که این امکانو به شما میده که بهش بگید که نیوست آن د تاپ، جدیدترین بالا باشه. و شما اگر تلویزیون مردم رو از سال 2003 که شروع کردیم و از سال 2006 که بایگانی گذاشتیم، این کار رو ما رعایت کردیم، آخرین برنامه میاد بالا، شما نگاه میکنید. دلیلش هم بهتون میگم، اگه یک کسی برنامه امروزش مورد توجه شما بود، اون وقت شما جلب میشی، جذب میشی، برنامه 10 سال پیش هم نگاه میکنی. و الا اگر رفتی 10 سال پیش دیدی آقای هوشنگ امیر احمدی دنبال اینه که رابطه ایران و آمریکا خوب بشه، ولی الان نشسته که آقای ترامپ ایران رو بزنه و نابود کنه، ایشون بشه رئیس جمهور، خب میدونی چی میگم، یعنی شما رو نتونسته جلب کنه، شما رو نتونسته. اون روز من با ایشون مصاحبه کردم، بعدش خیلی ها تلفن زدن گفتن آقا این آقای امیر احمدی هم عوض شده و اینا. گفتم عوض شدن چیز بدی نیست، تغییر کردن چیز بدی نیست، بعضیا عوض میشن در جهت خوب، بعضیا عوض میشن در جهت بد. منظور شما اینه که ایشون در جهت بدی عوض شده؟ گفت نه. گفتم خب خوبه دیگه، اگه جهت خوبی عوض شده خوبه دیگه، خوشحال باشین. نه آقای ایران بومی نیستن. یا یه بار دیگه بزنین بیالا، 46 شد ما باید بریم، ولی 3:46 الان. بعضی جاها وقتی اینترنتشون بده یا نمیگیره، شما اگه تلفنتون خاموش کنی روشن کنی بهتر. آقای ایران بومی تا هستی من ساکت میشم، شما بگو. رفتیم روی وبسایتتون اون کانتاکت هم رشون دادیم و چجوری دوستان یکو به علاوه یکم بنویسن. من ساکت میشم، شما درباره این برنامه‌ای که دارید، سه برنامه آینده صحبت کنید، یا سه گفتاری که قراره داشته باشه. بعد با توجه به اینکه الان دستگاه اینترنت من خیلی مشکل داره، مجبورم خیلی خلاصه بگم و اگه صدای من قطع شد شما یه علامتی بدین که من بشنوم، ولی خب نمیتونم حرف بگم. ببین، مسئله که ما الان داریم، جامعه بیپدر اول توضیح میدم که فردا در آلمان حداقل به علت جهادت مسیح برگشت به پدر خودش و 40 روز بعد از این فینگستن هستش، روز پدر نامگذاری شده در آلمان. و خیلی جالبه که حضرت مسیح خودش بدون پدر بزرگ شد، در این حالی که میدونیم پدر داشت، یعنی پدرش بعداً آقای یوسف که نجار بود قبول کرد که ایشون پسرش باشه، برای اینکه حضرت مریم در جامعه
پسره، ولی همیشه حضرت مسیح دنبال پدرش بود و تو در موقعی که به صلیب کشیده شده بود به یاد پدرش بود که جان داد. حالا اینو اگر نگاه بکنیم با پیغمبرهای دیگه، چرا خیلی از پیغمبرها پدر نداشتن؟ چرا خیلی از رئیس جمهورا، آقای اوباما، آقای کلینتون، رئیس جمهورهای آلمان پدر نداشتن؟ چه رابطه‌ای داره به افرادی که در انقلاب ایران اومدش و کشور رو نجات داد از دست خشونت پهلوی پدر نداشته؟ رابطه پدر با خشونت و قدرت طلبی چیه؟ اگه کسی پدر نداشته باشه چگونه تأثیر میذاره در رفتار اجتماعی و مثلا در قسمت حقوقی که ما کار میکنیم؟ ما میدونیم که 50% بیشتر افرادی که در زندان ها هستن آقایون از خانواده های میان که پدر نداشتن. 14 برابر افرادی که تجاوزگر هستن در خانواده های بزرگ شدن که پدر نداشتن. 7 برابر دخترانی که دست به خودکشی میزنن در خانواده های بزرگ شدن که پدر نداشتن. 10 برابر طبق آمار افرادی که در جامعه مبادی میشن، معتاد میشن، پدر نداشتن. من حالا آمار که دنگست نمیخوام ادامه بدم چون بسیار آمار محدودی هست، ولی جامعه با توجه به پیشرفتی که در رابطه با فمینیست انجام داده شده رو به بیپدری میره. پدر در مدرسه پیداش نیست. شما نگاه کنید در قدیم معلم های دبستان خیلی هاشون مرد بودن، الان حد اکثر بین 15-20% حداقل در این کشوری ما هستیم معلم های دبستان مردن. چه تأثیری میذاره در اون جوانی که اون پسری یا اون دختری که مدرسه میره که مرد درس نمیده، زن درس میده، در خانه پدر نیستش، مادری هستش که کار میکنه و در اینجا یک بودی بین دو جنسیت وجود نداره؟ اینا من میشه وقتی توضیح نیدم، اگه کاری داری شما بفهمه. حالا شما گفتید رئیس جمهورها پدر نداشتن، این یکی هم که پدر داشته مثل این که بهش انقدر بد رفتار کرده این آقای فرانک ترامپ به پسرش که این یکی هم حالا دیوانگی هاشو برای ما داره نشون میده. آقای ایران بومی شما... ببینید همین الان شما اینو جوری نه هر میگن گردو گرده، ولی هر چی گرده گردو نیست، شما این آقای شما بعد یه مسئله دیگه رو بدونید، این آقای ترامپ آلمانی نژاده. بله بله، توجه داشته باشین این احساسی که الان شاید در جامعه آمریکا وجود داره و این خشونتی که ایشون داره. دوباره قطع شد متاسفانه. بله، این ماجرای آلمانی نژاد میدونید که چند مدت پیش ترامپ به دروغ گفت که پدر من تو آلمان تو یه جای خوبی دنیا اومد، بعد گفتم آخه بی شعور پدر نیویورک دنیا اومده و اون پدر بزرگ بوده. میگن که دیشب باز میگو این امضایی که بزرگ میکنه اینجوری، میدونید یه امضایی هست به نام یه آدمی بوده به نام هنکاک، جان هنکاک، که بیمه هنکاک و اینا هم هنوز به اسمشه و اونم یکی از بنیانگذاران این مملکت و قانون اساسی و اینها بوده، امضای خیلی بزرگی داشته و عمدن امضای بزرگ پای چیز کرده که یعنی من اینقدر قاطعیت دارم. ولی اینجا میگن امضای بزرگ با این جایی که اینجوری تیز مینویسه مثل این چیزای مغزی، نوارای مغزی و فلان، نشونه نارسیسیست بودن، خودشیفته بودن، و میگن که این خیلی مشکل داره چون پدرش همیشه بهش میگفته که تو هیچ پخی نیستی، آدم نیستی، فلان نیستی، بعدم تو زندگی همش با کمک پدرش به یه جایی رسیده. همیشه یا اون رئیس جمهور قبلی جورج بوش میگفتن یه سری از این کارا رو که انجام میده میخواد به پدرش ثابت کنه که منم میتونم مثل تو آدمی باشم در قسمت دنیا و جهان اینا. حالا فرصت نشد دیگه، امیدوارم دفعه دیگه با آقای ایران بومی بتونیم بیشتر باشیم و
جایی که اینترنت قوی داشته باشه تا بتونیم راجع به این ازدواجای اینجوری که الان تو ایران یا حتی تو آمریکا هم هست و یه مدت آقایون میرفتن ایران زنای جوان میآوردن، الان خانما هم میرن ایران پسرای جوان میارن و اینا چه ماجرایی، همون چیزی که من گفتم هست، بحران میانسالی هست و اینها، یا این ماجرایی که خب میگه این پول داره من تا کی بیام برم کار کنم. همینجا توی یکی از این جوکایی که یک ساخته ادای این خانم رو در میاره، میگه حالا دیگه 5 دقیقه هم چی مردشور شد و داره یه لجنکاری انجام میده تحمل میکنیم. اینا درباره این خانم میترا استاد که به نظر میاد خیلی هم استاد نبوده، بیچاره اگه استاد بود کشته نمیشد، و اون خانم دریا صفایی، این دو زن ایرانی که امروز بحثشون بود روی اینترنت و این برونور، یکی نماینده مجلس بلژیک شده ولی نه به عنوان نماینده خارجی ها، سخنگوی خارجی ها، درد دل خارجی ها، به عنوان این که خارجی ها رو بکنیم بیرون، خارجی ها بدن، فقط من خوب بودم که اونم شما شانس آوردی، من زود آمدم و عوض شدم و اینا. نظرتون درباره اون زن چیه؟ نظرتون درباره خود میترا استاد چیه؟ آقای نجفی چیه؟ و الی آخر شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، دیگران هم میتونن اینجا برنامه داشته باشن، شما میتونید بهشون بگید تلویزیون مردم از مردمه، با مردمه، برای مردمه و با حمایت مردم. این قسمت آخریش به شما که الان بیننده تلویزیون هستید مربوط میشه. حمایت از تلویزیون مردم خیلی ساده، از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، از طریق وسترن یونیون، از طریق هر چیزی که بگید، آسان ترینش از طریق پیپل، و لازم نیست شما اکانت داشته باشید، چون بعضی ها میگن ما نمیخوام اکانت باز کنیم با پیپل، لازم نیست. شما روی صفحه مردم تیوی دات کام، اونجایی که نوشته همیاری یا نوشته دونیت، کلیک میکنید و از 1 دلار تا 1 میلیون دلار، بیشتر از 1 میلیون دلار ما قبول نمیکنیم، یادتون باشه، از 1 دلار تا 1 میلیون دلار میتونید با پیپل، یا نمیدونم پیپل چه سخفی داره برای نقل و انتقالات. ولی دیروز یکی از بانکایی که من باشون حساب دارم نوشته بود که Real Time Payment RTP یه چیز جدیدی میخواییم به زودی بیاریم که شما تا پول میگیری میاد تو حسابت. گفتم آقا خاک بر سر شما بانکا، یه بار دیگه هم یه چیز درست کردید به نام Check 21، برید اینا رو چک کنید. به مردم گفتن آقا اگر تو چک دادی از سوربی نمیتونی تاریخ آینده بذاری، تاریخ گذشته برای که اگر این یادش رفته باشه 180 روز باطل میشه، ولی تاریخ آینده نمیتونی، یعنی پستپون نمیتونی چک پستت فلان اینا بذاری، ایلیگال اینجا. این نه نداریم اینجا چیزی به نام سفته و فلان اینها، و قرار بود تا پول میذاری هم موقع پول باشه، ولی الان برید امتحان کنید، یه پولی که میذارید رسیدش که بهتون میده نوشته که مثلا حالا تازه اگه پول داشته باشید تو حسابتون مینسه 100 دلارش الان میتونید استفاده کنید، باقیشو 7 روز دیگه. ای بابا قرن 21 این همه، الان ما منتظر 5G و اینا هستیم و شما من میگی پولی رو که من الان آوردم گذاشتم حتی از حساب بانک دیگه میخوام بزنم تو این بانک 7 روز باید وایسم تا نقد بشه؟ حالا میگن قول دادن RTP Real Time Payment به زودی قرار بیاد. خب در هر صورت این مشکل هست، بعض وقتا برنامه زنده اون موقعی که میخوایم ارتباط با دوستان برقرار کنیم، بهتون گفتم باد و ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن، تا تو دوستی به کف آری و اون موقع اینترنت کار نکنه. اون دوستمون وقتی گفت هر گردی گردو نیست، کاملا درسته، اگه اینجوری بود هر سنگی رو شما میتونستی بیاری بشکنی یا هستش استفاده کنی، ولی اینجوری نیست، گردو گردوه، بادوم بادومه، سنگ سنگ، سربی سربی. روز روزگار بر شما خوش، امیدوارم جمعه بتونیم با شما و دوستان باشیم و برنامه‌های بهتری به شما تقدیم کنیم. بازم از اینکه با ما بودید ممنونم، بیشتر ممنون میشم اگر تلویزیون مردم و برنامه‌ها رو به دیگران هم معرفی کنید. جالب بود دیدم در حین برنامه زنده آقای نیساری که اینجا بوده حالا برای من یه چیزی فرستاده و ما رو هم تگ کرده، تگ کردن یعنی یه منگلم به ما وضع کردن که این برنامه رو نگاه کن. میگه که وظیفه همه جوانان غیور ایرانی به زمین انداختن همه آخونده است،
خوشا به سعادتش نصیب همه آخوندها بشن. این در رابطه با آخوندی که امام جمعه کازرون بوده، ایشون این رو فرستاده و بذارید من به شما نشون بدم که بله یکی از چیزهایی که ما گفتیم همینه. مثلا یکی از برنامه ها این باشه که یک ارتشی یک عملیاتی بلند شه بره اینا رو ترور کنه، بره یکی یکی. مگه اون موقع نبود گروه فرغان؟ مگه اونا نفرستادن خارجی ها رو زدن از این ورم بره؟ و الهه هر روز بشینیم و یه سری طرف چی نوشته بود؟ هشدار. من همه رو خوندم گفتم خب آقا این هشداری که شما به من میدی اصلا توهینه به خواننده این مقاله شما. یعنی ما تا امروز نمیدونستیم این چیزها رو، و اگه میدونستیم توهین مضاعف داری وقتمون رو تلف میکنی. چه باید کرد؟ دنبالش هستیم که تا امروز من ندیدم نشنیدم، و شما اگر دیدید و شنیدید به ما هم خبر بدید. مرسی که با ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش. مواظب خودتون باشید، مواظب دیگران باشید. ای که دستت میرسد کاری بکن. امروز یه ویدیوی از خانم نیلوفر دیدم، نمیدونم 100,000 نفر رفته بودن نگاه کنن چجوری چلو کباب درست کنیم. گفتم خب ببینید بعضیا میرن میچرخن تا اون جای اصلیشون رو پیدا کنن. این بنده خدا تو تلویزیون‌های مختلف اینقدر آمد فوش خورد، توهین شنید، تا رفت در تلویزیون من و تو آشپزی کرد، فهمید بابا آشپزی کنه بهتره. الانم خودشو میگه من اینجا دبیر آشپزی هستم. ما تا حالا شف شنیده بودیم ولی دبیر آشپزی نشنیده بودیم. البته هر چیزی رو که یکی یاد بده میشه معلم، هنرآموز، دبیر، و ایشون به عنوان دبیر آشپزی برید حتما ویدیوهاش رو نگاه کنید، جالبه. ولی آشپزی که من دوست دارم کاراش نگاه کنم، یه آقایی هست از استرالیا فکر کنم اسمش جواده، چند مدت پیش پارسال اینا بیمارستان بود، من براش نوشتم که امیدوارم حالت خوب بشه. خیلی قشنگ توضیح میده سیستم فیلم برداریش و اینها کمک داره. یه کسی میگه دوربینو بیار جلو، امروز داشت زرش پلو با مرغ نشون میداد، خیلی جالب بود. من اصلا از آشپزی چیزی بلد نیستم، ولی همین که ایشون تونسته منو جلب و جذب کنه اینا رو نگاه کنم، میفهمم که کارش درسته. شما جزو کار درست هستید یا جزو حزب ما هستید که کارمون خیلی خرابه. با امید دیدارتون روز جمعه.